بینندگان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. چند دقیقه برنامه رو زودتر شروع کردیم به دلیل اینکه یوتیوب اون برنامه ای رو که دوستان در کانون آوا فیلمی رو فرستاده بودن به نام نیم روز، اون رو یوتیوب یقمون رو گرفت و میگه که این کاپی رایت داشته، اینم یه مکافاتی شده. فیلمی که ایران ساخته و خودشون به زور روی یوتیوب و اینها میخوان پخش کنن، وقتی ما پخش میکنیم یقمونو میگیر. در صورت اون فیلم رو میتونید روی فیسبوک ببینید، گذاشتم هم روی فیسبوک مردم تیوی هست، هم روی فیسبوک صفحه شخصی خودم سوربی. و اما امروز دو تا مهمان دارم براتون، مهمانهای جانانه، آقای صبری حسنپور از هلند و دوست خوبمون آقای دکتر داریوش آرمانی که سالهای سال من این دوستان رو میشناسم و باهاشون چند دقیقه امروز صحبت میکنیم، ببینیم که از اوضاع و احوال ایران چه میگن، به قول اون دوستمون چه خبر از ایران، و اینکه صحبتایی که شما از دولت های خارجی این ور اون ور میفهمید، میشنوید، میخونید، واقعا اینها حقیقت داره یا اینها یه سری آدم های دروغوی هستن که به خاطر منافعشون و به خاطر دلخوشی من شما میگن میبریم و میزنیم و میکشیم و آخوندها رو، بعد مملکت و قشنگ مثل گل و یک باغ میدیم دست شما تا بیاین اونجا راحت زندگی کنیم. من فکر نمی کنم اینها براشون این آخوندان نعمتی بوده آسمانی و به این زودی دست از سر این آخوندها بر نمی دارن. ممنون و متشکرم از شما دوستانی که برنامه های قبلی رو روی صفحاتتون شیر کردید. دیدم امروز آقای فرخ ویدیوی 14 رو شیر کرده بود با دوستانش، بسیار ممنون. و اما من یه دوستی دارم، خیلی آدم خوب، مهربان، به نام آقای خسرو بهرامی از همین نیویورک، و اتفاقا در صدد بود که این کار و مغازه و اینها رو بفروشه. گفتیم خب حالا میفروشه و میاد توی کار رادیو تلویزیون یه مقداری بیشتر به ما کمک میکنه. متاسفانه اینجور نیست، همه این دوستان مینشینن و فقط با من تماس میگیرن که آقا چرا اینو گفتی، اینو بگو، چرا از این ور رفتی، از این طرف بیا. عزیز من، خدا به اون خداییش گفته برای رسیدن به من هر کسی یک راهی داره و اون از اون راه به من میرسه. من چند بار به شماها گفتم هر خبری رو که شما دوست داری شما بیا پخش کن. شما میگی که از ایران و آخوندا بیشتر بگیم، چشم، آخوندا زدن یه نفر دیگر هم کشتن، یه نفری که این آقای شارمهد احمق در کالیفرنیا نشسته حقوق مجانی میگیره، سازمان عقب افتادهی به نام تندر رو درست کرده، جوانای ایرانی بیچاره، اونایی که یا بیکارن یا ناراحتی دارن منتظرن، یعنی مثل یک بشکه یا یک به اصطلاح ظرفی پر از بنزین هستن، چون جوونی خودش قابل انفجاره. این احمق از اینجا کبریتو میزنه، اون بیچاره رو میگیرن، 60 روز اعتصاب قضا میکنه، بعد از زندان آزادش میکنن به شرطی که بیاد بره جاسوسی کنه. اونم از اونجا زنگ میزنه به این، میگه که به من گفتن من بیام از شما جاسوسی کنم. من نمیدونم این چه کاری انجام میده که یه نفر بیاد جاسوسیش کنه. اولا الان این مرضه چیه، اینجوری میشی دیگه نمیتونی خودتو کنترل کنی، هر کدومشون به یه جوری اینجوری شدن، خدا کنه ما نشیم، و اگر شدیم همون اولین روز دیگه نمیایم تو تلویزیون، اقلا میریم تو رادیو. اون آقای مانوک خدابخشیانو ببینید اینجوری شده، اون آقای ستوده اینجوری شده، این یکی آقای جمشید شارمهد اینجوری شده. خب بیچاره احمق بدبخت خدا زده، اقلا با آقای عزیزان
بگو که فقط عکس منو نشون بده. چرا میای جلو تلویزیون که سربی هم ورداره بهت زنگ بزنه بگه از بس بچه های مردم، جوانای مردم رو به کشتن دادی؟ حالا ببین، اگه طبیعت، اگه خدایی هست، آمریکایی‌ها میگن زندگی یه دایره است، شما از هر جا شروع کنی به همونجا میرسی. شما که نشستی اینجا احتمالا بچه های خودت و نوای خودت زندگی خوبی دارین به اصطلاح، چرا جوانای ایرانی رو یکیشو برو نمیدونم مسجد و آتیش بزن، بعد میگه تندر رفته مسجد؟ خب معلومه وقتی شما مسجد و اینا رو آتیش میزنی، وقتی میگی ما میخوایم حکومت رو نابود کنی، اون بیچاره جوانم میره اونجا میگه من یه پرچم کاوه زده اونجا که اصلا کاوه داستان بوده، وجود خارجی نداره، اون آخونده هم منتظرن. یعنی شما آقای شارمت داری همکاری میکنی از کالیفرنیا با آخونده، شما اینا رو میسازی میدی دست آخوند، آخوند میگیره تجاوز میکنه، زندان میکنه، پول از ننواشون میگیره، بعدم میکشدشون، جنازهشون هم که تحویل میده ازشون دوباره پول میگیره. خب اینو میخوای آقای خسرو بهرامی؟ چشم، از فردا ما هر روز اول برنامه میایم دو سه تا جوان ایرانی رو میدیم تحویل آخوندا تا شما در نیویورک خوشحال باشید. بشنویم با هم صحبت های این آقای بهرامی رو. و من واقعا نمیفهمم آقای بهرامی، مگه من به شما گفتم شما برو برای ما دنبال مشتری آگهی بگرد؟ شما یه روزی آمدی اینجا لطف کردی، دوبارم آمدی، کلی هم زحمت کشیدی، کلی هم ما گفتیم نون بربری درست حسابی اینجا نداریم، از نیویورک هم نون آوردی و اینا، ممنونت. بعد رفتیم از اینجا، حالا شما چی بخری ببری نیویورک؟ اون فروشگاهی که رفتی یکیش همین مرجان بود، باهاشون صحبت کردی، منم بهت گفتم آقا نمیخواد به این اون بگی بیان آگهی بدی تلویزیون مردم، اینا خود سانسوره. این خانم، این آقا که این بیزینس رو درست کرده، اون کسی که این رستوران رو درست کرده، برخلاف عقاید خودش، مثلا اگه طرفدار مصدقه، اگه طرفدار پادشاهیه، میگه من صدام در نیاد چون ممکنه یه مشتری از دست بدم. آقا دنبال پولن، دنبال کار و کاسبین، ما هم میگیم اینجا آزادیه، بذار همه که مثل من احمق نیستن بیان عقیدهشون رو بگن بابتش ضرر کنن، خفه میشن، خود سانسوری انجام میدن ولی پول در میارن. عزیز من، شما لازم نیست برای من به این و اون بگید تلویزیونی هست به نام مردم، بیا آگهی تو بده. از شما ممنونم، متشکرم. اگه خودت خواستی حمایت کن، اگه نمیخوای لازم نیست به این دلیل که خودت حمایت نمی کنی بری چهار نفر رو پیدا کنی بگی اینها اینا رو من پیدا کردم. ما که نگفتیم شما برو عذر خودت موجه کن، داشتی حمایت کن، ممنونت هم میشیم، نداشتی آقا شما رو به خیر، ما رو به سلامت. گوش بدیم ببینیم دوستان، ما اینجا روزانه چند تا از این پیامای اینجوری داریم که آقا شما چرا این نمیگین. دوستان همین امروز صبح 100,000 جوون رو آخوندا گرفتن، بهشون تجاوز کردن، همشون هم یکی یکی کشتن. حالا میخوای چه کار کنی آقای خسرو بهرامی؟ میخوای چه کار کنی؟ خب بلندش انجام بده. یعنی شما این همه که دیوونه‌ای مثل سکویی و آقایون معتبری مثل موم نمیدونم میبودی و آقای بهرام مشیری و اینا میگن، شما اونا رو قبول نداری، منتظر من هستی فقط. چی بگم آقا؟ شما بنویس برای من بفرست و من بگم، همونو بگم. چی بگم عزیزم؟ که آخوندا پدر مردم رو در آوردن؟ شما یعنی تا امروز نمیدونستی؟ خب آقا آخوندا پدر مردم در آوردن، چی بگیم؟ بنویسید تمام بگیم. مجاهدین خوبن؟ برید دنبال مجاهدین. سلطنت طلبا آقای رضا جمهوری، رضا پهلوی خوبه؟ برو دنبال اون. عجب ملتی هستی. شما تا حالا کجا دیدی یه نفر به یه رادیو تلویزیونی که مثلا بر آهنگای کلاسیک پخش میکنه، اسم استیشنش هم گذاشته مثلا تلویزیون آهنگهای کلاسیک یا سنتی، یکی زنگ بزنه بگه آقا دوست دارم مال فلان بذار؟ اونم تلویزیونی که میگه بابا من روزی یک ساعت کمتر برنامه دارم، باقیش آزاده، آقا بیا برنامه بذار، بیا حرف بزن،
بشنویم ببینیم این آقای خسرو بهرامی چی گفته. ببخشید دوستان، واقعا میدونم شما میگید خب آقا این آقای بهرامی تا حالا 100 بار گفته، شما 100 بار بهش گفتی گوش نمیده. نمیدونم، شاید 101 یه معجزه ای باشه. برای بار 101 ما صدای آقای بهرامی رو پخش میکنیم تا ببینیم چی میگه، نظر شما چیه. اگه با ایشون هم نظر هستید، شما بیان خبرایی رو که این دوست داره براش پخش کنید. امروز هزاران کارگری که 9 ماه حقوق بهشون ندادن آمدن اعتصاب کردن، یکی یکی شناسایی میکنن، وقتی برمیگردن خونشون میرن دم خونشون میگیرنشون. خب حالا چی کار میکنی آقای بهرامی؟ هیچ. دوباره شما به فکر این هستی مغازتون رو اداره کنی، من به فکر این هستم یه دوربین بردارم برم یه جایی فیلم بگیرم، 500 دلار، 1000 دلار، 400 دلار بگیرم، مرگجم عقب نیفته، سر زمستونی خونمون از دست ندیم، ماشینمون از دست ندیم. چرا به خودتون دروغ میگید؟ اقلا من به خودم حقیقت میگم. بفهم. بله، خانم نیر میگه اگر نبودیم که حالا وضع بهتری داشتیم. اگر چی نبودیم؟ ما خیلی چیزا هستیم و بودیم. و ببینیم که منظور شما چی هست. بنویسید دوستان، مخصوصا چون وقتی شما مینویسین راجع به چیزی دارین صحبت میکنین که من قبلا گفتم، بعد از چند دقیقه دیگه چیزای مختلف میگم، بعد نگاه میکنم اونو میبینم، من متوجه نمیشم نظر شما چی بوده. ایشون 2 دقیقه و 11 ثانیه صحبت کردن، با هم بشنویم. ما مثل یک مکالمه قیابی با هم گفتگو میکنیم. بفرمایید آقای خسرو. سلام به روی ماهت. بفرمایید. آقا این تعارفا رو کنار بذارید. اگر کسی مزاحم یه نفر میشه با تلفن زدن، خب تلفن نزنید. مثل که من با چکش بزنم تو رو انگشت شما، بگم ببخشید من با چکش زدم رو انگشت شما، خب نزنید. اگرم این تعارفا رو قطع کنید. مجددا سلام آقای بهرامی از نیویورک، بفرمایید. نیست آقا، ممکن نیست. 20 ساله ما داریم میگیم برنامه من همینه. شما اونایی رو که برنامه‌شون رو عوض کردن ببین چجوری رفتن، چون میخواست نونو به نرخ روز بخوره. این آقای بهبهانی معتاد تا 2 تا کمونیست میمدن کمونیست میشد، تا 2 تا شاه اللهی میمدن شاه اللهی میشد. الان برو ببین به چه وضعی افتاده. من آقا همینم. شما میخوان یه آدم 62 ساله ای رو باوراش و همه رو عوض کنید بیاد دروغ بگه تو برنامهش؟ من نمیتونم. آقا ما به چه زبونی اینو بگیم؟ من نمیتونم دروغ بگم. من همینم که میبینی. آمریکایی میگه what you see is what you get، یعنی همینی که میبینی. وقتا که فوتوکپی نبود میرفتیم رونوشت شناسنامه میگرفتیم از محضر، بعد یه مهری میزد روش مینوشت که رونوشت با اصل برابر است، یه پنجزری هم از اون میگیره پول تمبر. من نمیدونم آقا شما میخوای چی بگیم؟ مثل چی؟ کدوم تلویزیون؟ شما من بگو مثل کدوم تلویزیون. اگه هنوز تلویزیونی نیست، شما میخوای من یه مثل یه تلویزیون درست کنی که نیست، وجود خارجی نداره؟ شما شدی مثل این دوستانی که میگن ما میخوام اول حکومت رو بریزیم، بعدن بریم رفراندوم انجام بدیم، بعدن ببینیم مردم چی میگن. ما رو یاد اون داستان یک تختی گذاشتن، 2 تا شیر هم گذاشتن، یه تاجی هم گذاشتن رو تخت، گفتن حالا اروا ننتون، هر کی مرده بره این تاج رو بگیره. بهرام بوده کی بوده؟ پسر پرویز. باباش آدم لجنی بوده، مردم پسرش رو به شاهی قبول نکردن، بعد یه همچین چیزی بوده. آقا این همش قصه است، بریز دور قصه ها رو، بیا حقیقت رو گوش کن. حقیقت اینه که من و شما از ایران آمدیم اینجا
وقتی آمدیم اینجا چون دیدیم از جامعه آمریکایی عقب تریم با سرعت زیادتری تلاش و فعالیت کردیم که خودمون رو به اینا برسونیم. به اینا که رسیدیم هیچ، از اینا جلو که افتادیم هیچ، حالا وضعمون خوب، هممون پک پول داریم، حالا هوس ایران به سرمون زده. آقا ایران همون ایرانه که بود، همون ایرانی که آقای مشیری میگه 45 ساله اومده آمریکا. یکی ازش بپرس خب آقای مشیری زمان شاه آمدی آمریکا برای چی؟ لابد یک کمبودی داشته ایران، یا دانشگاه نداشته، یا آزادی نداشته، یه چیزی بوده دیگه، یا دخترای بلاند نداشته، من نمیدونم. خب همه درگیر غربت و بدبختی هستیم، با خودمان درگیریم. خب همینه دیگه، آقای بهرامی نمیخواد بره یقه آخونده رو بگیره، میگه اقلا یقه سوربی رو بگیرم که اون نیویورک منم اینجا اینجوری دستش میگیره، یقه منو میگیره، همونی که نزدیکمونو میگیره. ببخشید اینو میگم، میگن یه نفر بود میمد برای دوستاش پوز میداد، خالی میبست، میگفت من آقا یه تنه چهار نفر رو میزنم. همه میگفتن عجب پهلوونیه. یه نفر گفت وایس ببینم آقا این چهار نفر رو که میزنی کیا هستن؟ گفت مادرم و سه تا خواهرم. حالا ما هم شدیم همین، همدیگر رو میزنیم، تازه زورمون به همدیگه هم نمیرسه، مادرمون و سه تا خواهرمون رو میزنیم، بعد میان تو خیابون پوز میدیم. آقای بهرامی کسی جلوی شما رو گرفته که بتونی تو فیسبوک این تلفن تو بگیری دست، برنامه بذاری، خبرها رو بخونی؟ همین کامپیوتری که من دارم شما بهتر و سریعتر و نوترش رو داری، همین تلفنی که من دارم شما داری. آقا بزن الان اینستاگرام رو روشن کن، بزن رو دوربین این ورش نوشته لایو، بزن بگی جلو خودت وایس حرف بزن. بفرم خب اولا وقتی به یکی میگی پاچه این اون نگی، یعنی من سگم پاچه این اون میگیرم. حالا شما دوست ما هستی، من چهار تا دوست مثل شما داشته باشم دیگه اصلا احتیاج به دشمن ندارم. من خودم ممکنه به خودم بگم آقا من پاچه این اونو میگیرم، مثل سگ نازی آبادم قریب خودی حالیم نمیشه، ولی شما که دوست من هستی احترام خودت نگه دار. آدم که به دوستش نمیگی شما پاچه این اونو میگیری، حالا میخوای تازه چی کنی بگو اقلا یقه این اونو میگیری. بعدم من یقه کیو گرفتم؟ من یقه کیو گرفتم؟ یه آقای از اصفهان زنگ زده، دکتر شاخشاخیان، بهش میگم آقا شما که دکتر مملکت ما هستی، یه دوستی هم ما داشتیم قرار شد بره دیپلم آقای شاه رو بیاره، نیاورد. نیست آقا، دیپلم نگرفته. چند نفر بیان بگن آقای آریانپور اومده گفته، آقای سرهنگ عقیلی پور اومده گفته، آقای دکتر ناصر انقطاع اومده گفته، سوربی به این فهم و شعور کمش آمده گفته آقا این بچه شیطون بود، رفت اونجا بازیگوشی، این بابا از ایران رفته بود اونجا دختر سوئیسی رو حامله کرد، دعوا کرد با پسر ژاپنی، کردنش از مدرسه بیرون. وقتی هم خواست بیاد ایران برای باباش رضا خانی که همه ازش میترسیدن، این برای باباش دوست پسرش آورد که ملاها کتاب نوشتن شوهر شاه، شاه و شوهرش. حالا شما میگی اینا رو نگو، چی بگم آقا؟ یه قرآن خونی توی ایران ثبت نام میکنه، بچه ها که میرن کلاسش به بچه ها تجاوز میکنه. خب بذار تجاوز کنه، اون کسی که اینقدر احمقه بچه هاشو میفرسه پهلو اینا، بذار تجاوز کنه. همینجا تو آمریکا طرف میره پول میده لباس برای بچهش میخره، بویسکات بچه ها رو به عنوان پیشاهنگ میفرسته پهلوی مش مردکی که اینا با هم برن تو جنگل. الان دیروز داشت اعلام میکرد که بویسکات ورشکست کرده، چون گرزسکات بیسکویت میفروشن و اینا بالاخره پولی در میارن، ولی بویسکات میگه مردم دیگه اطمینان نمیکنن بچه شونو پسرشونو بفرسن همراه یه مرد غریبه بره تو جنگل، شبم کمپ بزنن، خب سردته بی بغل من بخواب گرم بشه. چی میخوای شما؟ چه خبری رو شما میخوای که من بگم؟
و اگه شما فکر میکنی گفتار من یه قدرتی داره، یه نفوذی داره، چرا نمیای یه اینوستمنتی را بندازی، یه پولی بذارید، روزی 10 دلار، روزی 20 دلار من برای شما صحبت کنم، من این کارو انجام میدم، شما بنویس بده من. میگم و حالا زمان برنامه آقای خسرو بهرامیه، به قول آقای خسرو بهرامی چنین چنان، من از مجری برنامه میام میشم مثل گوینده های آمریکایی. گوینده های آمریکایی دیگران کاغذ ها رو نوشتن دادن دستشون، اینه که شما وقتی میبینی دوربین رو دارن را میندازن، طرف داره کاغذاشو جابجا میکنه، میخونه، آماده میشه. من اینا رو خودم نوشتم، خودم آماده کردم، میام اینجا برای شما میگم. حالا شما میگی همه اینا رو بریز تو سطل آشغال، چیزی بگو که من خوشم میاد. شما چی دوست داری؟ اون یه احمق دوست داره که من ایمیلای اونو بخونم. شما دوست داری که من پاچه شاه رو بگیرم؟ آقا شاه مرد، شاه کم سواد نادان با نادانی خودش، با کمک و خیانت فرح دیبا تیشه به ریشه خودش زد، مرد، رفت. حالا دست شما درد نکنه، ما پاچه این اونو گرفتیم. بفرمایید. اینجا اون شخصی هم که ما معرفی کردیم، میگم بابا این حرف میزنیم با آدم دعوا میکنه. شما شخص، من نمیفهمم، اون شخصایی هم که ما معرفی کردیم، اولا وقتی میگید ما، منظورتون خودتون تنهاست؟ شما هم شدی شاه، ما خاندان ذلیل سلطنت؟ چه شخصایی معرفی کردی؟ منظورتون منو به اونا معرفی کردی یا اونا رو به من معرفی کردی؟ اولا دلیل نمیشه هر کسی رو شما گفتید من برم بیارم، یک، یا اگه من برم اون بیاد، این دو. یکم واضح تر صحبت کنی ببینم منظورتون چیه. اون شخصایی هم که ما معرفی کردیم میگن بابا این پاچه میگیره، اون شخصا کونشون گویه، میترسن. اگه نمیترسیدن میومدن صحبت میکردن. اونا فکر اینن که دوتا مشتری بیشتر داشته باشن. اگه مغازه داشتن میخواد مشتری حزب اللهی داشته باشه، مشتری شاه اللهی هم داشته باشه. بفرمایید. خود ما رو آدمو محکوم کنه. شما هر روز که دارین شاه رو محکوم میکنی، این آخونده رو چیز نمیکنی. آخونده رو چیکار کنی؟ آخونده رو چیکار کنی؟ شما میگی به اونا، منو که معرفی کردی، گفتن آقا ما نمیریم اونجا، میترسیم ما رو محکوم کنی، چون این داره هر روز شاه رو محکوم میکنه. آیا چیزایی که من گفتم درسته که شاه در نظر شما محکوم شده؟ خب اگه درسته شما بهش میگه خب آقا داره درست میگه. اگه غلطه شما لازم نیست برای من تبلیغ کنی. شما یکی از بزرگترین مخالفین من هستی، بیا اینجا مخالفت کن، بیا اینجا نظر خودتو تبلیغ کن. بفرمایید. مردم ایران بگیم بدبختیایی که مردم ایران داره. خب دوستان عزیز، برنامه امروز رو شروع میکنیم، از مردم ایران میگیم، از بدبختی ها میگیم، از آخوندا میگیم. شما تا حالا نمیدونستید؟ من فکر نمیکنم بیننده احمقی داشته باشم که خبر نداشته باشه 40 سال تو ایران داره چی میگذره، 57 سال قبلش چی میگذشته، 97 سال قبلش چی میگذشته. شما اگه فکر میکنی بیننده ما احمق هستن، من از شما عذر میخوام. شما بیا یه برنامه بذار برای اون قسمتی که شما فکر میکنی اینا خبر ندارن. آخه عزیز من، این چه پیامیه؟ رفتی نبودی، گشت زدی این برنور، حالا اومدی زمستون کار اسلوه، دوباره فیلت یاد هندستون افتاد و سربی. ممنونم، همین که بازم به یاد ما افتادی ممنونم. تا حالا پاچه گرفتیم، دیگران رو محکوم کردیم، دیگه چی؟ بفهم. دانشجوها رو دارن میکشن، روز دانشجو چیزی نمی. دوستان دانشجوها رو دارن میکشن. حالا چیکار میخوای بکنی آقا بهرام؟ روز دانشجو 16 آذر از دوره شاه شروع شده. اگه اونو بگیم دوستان زنگ میزنن میگن آقا این همه ملا داره میکشه، شما این 3 تا بچه 3 تا مردن که مردن. اون روز دانشجو، اینم روز دانشجو. دوستان عزیز شنیدید آقای خسرو بهرامی از دانشجو گفت، از آخوندا گفت، از مردم در ایران گفت. بپیوندید با آقای خسرو بهرامی. برنامه‌تون چیه برای فردا آقای خسرو بهرامی؟ برنامه‌تون برای سال 2019 چیه؟
برنامه‌تون برای سال 1380 چیه؟ 1397 این ببخشید 1398 برنامه‌تون چیه؟ هیچ. بله بفهم. روز حقوق بشر چیزی نمیگیم که ببینید چه ظلمایی داره ایران دارن اجرا میکنن. ما چیزی نگفتیم. آقای دکتر ایران بومی شاهد زنده از آلمان روز جهانی حقوق بشر هم اینجا بود هم در برنامهش صحبت کردیم. 70مین سال روز جهانی حقوق بشر هم به شما مبارک باد. بنده باور دارم هر روز روز جهانی حقوق بشره و هیچ روزی هیچ کس نباید حقوق دیگران رو زیر پا بذاره. خیلی ممنونم که من نگفتم، آقای ایران بومی نگفته، همه این بیننده ها اولاغ و گاو و نفهمن نمیدونن و شما آمدی گفتید. حالا بینندگان از فردا چی کار میکنید؟ برای حقوق بشر شما چی کار میکنید؟ بفهم. این رژیم نهلتی داره همه رو میکشه. کارگرهای فولاد هستن، راننده هستن، از معلم ها بگیم اینقدر. چشم دوستان. کارگران فولاد در اهواز و در شهرهایی که این به اصطلاح شرکت فولاد نمیدونم هفت تپه و اینا هست اعتصاب کردن، اعتراضات، و چقدر ما ایرانی ها رسیدیم بهشون، گفتیم شما برو جلو، ما هوات داریم، اینجا کنسرت گوگوشه، دو روز دیگه میخوایم بریم لاس وگاس، چهار روز دیگه شب یلدان. خیلی ما کمکشون کردیم. دیگه چی گفتید؟ معلما چی بگیم؟ از معلما چی بگیم؟ آقا معلما با زنجیر پاشو بستن به تخت بیمارستانش زندان، چی کار کنیم؟ شما کلیدشو داری بریم آزادش کنیم؟ بفرم. ولی چقدر خوب شد. چی دل ما پاچه اینو اونو نگیری. خدا رو خدا چشم خودتون رو خراب نکنید. چهار تا دوستان که دارید، سعید و فرید و آیدین و اینا رو هم دیگه از خودتون بیزار نکنید. آقا این دوستایی که من دارم خدا نصیب گرگ بیابونم نکنه، همین بهتر که نباشن دیگه. از این بهتر آقا من دارم تو رسانه عمومی اعلام میکنم این دوستایی که اینجورین من احتیاج بهشون ندارم. اون دوستی که به من میگه آقا خودتو عوض کن که بتونی $10 بیشتر در بیاری، چه فرقی میکنه به یه نفر بگه آقا بی بر خودتو بفروش که پول در بیاری؟ من نمیخوام آقا این دوستا رو. شما من نمیدونم چرا میای برنامه منو نگاه میکنی. شما 20 ساله، چند ساله منو میشناسی؟ از دوره رضا شیرازی و اینا منو میشناسی خیلی سالها. خب شما وقتی نگاه میکنی میبینی آقا این جوابگو نیست، برو یه تلویزیون خوبی پیدا کن، برو دنبالشون، کمکشون کن، حمایتشون کن، موفق بشید. کارگران هفت تپه، کارگران فلان، معلمین، دانشجویان، ماشاءالله که شما همه رو هم میخوای کاور کنی، از شرق تا غرب، از جنوب تا شمال، در سری برنامه های آنچه آقای خسرو بهرامی میخواهد. بفرمایید. شما دیگه الان دیگه تجربه زیادی دارین دیگه، بعد یه مقدار به خودتون فکر کنین، یه مقدار به فکر مردم ایران باشین. نه نه نه، اون قسمت اولیش مهمتره. آقا شما دیگه خیلی تجربه داری، میدونی که چقدر پول از دست دادی این مدت. حالا به فکر خودت باش، کن لق مردم، بیا یه جوری حرف بزن که همه خوششون بیاد، همه بهت پول بدن. مردشور اون پول رو ببره، مردشور اونا رو ببره، مردشور منو ببره اگه بخوام عوض بشن. این از این. به فکر مردم. آقا شما به من بگو چگونه به فکر مردم باشم؟ فقط همین بیام شعار بدیم، همین شد تموم فکر مردم؟ سازمان تندر را بندازم بچه های جوان ها رو بکشتن بدم، ریستارت دلقک احمق بشن، بچه های مردم رو بفرستن برین در بانک ها رو آتیش بزنید بگیرن ببرن تجاوز بهشون بکنن؟ من نمیتونم. آقا شما مگه مغازه سنگ فروشی نداری؟ اگه آمدی بیرون به یه نفر گفتی آقا این سنگ رو بردار ببر بذار اون ور خیابون، من $100 میدم. اگه طرف گفت آقا من نمیتونم، ببخشید اینو میگم آقا،
شما باید احمق باشی تو دوباره بهش بگی نه آقا ورش دار، آقا ور میداره میندازه رو کمر خودش پای خودش، وقت میاد دنبالت سرود میکنن. آقا من نمیدونم شما چه اجباری داری که من این سنگ سنگین رو وردارم. به قول آمریکایی‌ها آقا لیو می الان. شما چند بار در این زمانی که آقای مصطفی زاده بوده، خود شما بوده، هی اپ اند داون اپ اند داون. حالا از خودتون سوال کن، من تغییر میکنم یا شما تغییر میکنید؟ شما دو روز میای چیزایی رو که من میگم دوست داری، میرسی اون بالا یه دفعه سقوط میکنی، با من دشمن میشی، فحش میدی، پیام بد میذاری، دوباره دوست میشی. آقا something wrong با شما، شما هستی که مثل این برق متناوب هی سیکل عوض میکنی بالا و پایین. من بیچاره که مثل برق 12 ولت ماشین دارم میرم، آمدیم بالا شده 12 داریم میریم تا برسی به یه جایی که حالا یا مثل شارمهر اینجوری بشیم، یا مثل آقای مانوک خدابخشیان اینجوری بشیم، یا مثل آقای سیامک نمیدونم ستوده اونجوری بشیم. چون این کار کار مشکلیه. امروز با آقای صبری حسنپور صحبت میکردم، گفت آقا من بارها گفتم چجوری سوربی 20 ساله داره این کار رو انجام میده. 2 سال من انجام دادم، اولا بدبخت سر کارش افتاد به ایران، گولی یه کسایی مثل شما رو خورد. آقا بریم بگیریم بزنیم به فکر مردم باشیم، بلند شد رفت ایران گرفتنش، حالا میاد از زندانم تعریف میکنه. ما نخواستیم آقا، مرحمت فرموده ما را مس کنیم. اون شعر اولش چیه؟ میگه آقا ما نمیخوایم طلا باشیم، همین مس که هستیم ولمون کن. بدبختی دارن میکشن هر روز به هر روز. از اونا بگیم او رو پدر شاه و این رژیم لعنتی خامنه ای، شما از اینا هیچی نمیگی، این جنایته که اینا میکنن همش اون بدبخت. شما هرگز شنیدین چه گویم که ناگفتنم بهتره؟ این ماجرای آخوندا من حداقل 1000 بار گفتم اگه اینقدر اینا خوب بودن شاه و لایی ها خفه می شدن حرف نمی زدن. دلیلی که اونا امروز دم در آوردن حرف می زنن اینه که این آخوندا بدن. آقا من از صبح تا عصر بیام اینجا بگم آخوندا بدن آخوندا بدن آخوندا بدن، خود شما زنگ می زنی میگی مردک دیوانه شدی؟ خب ما که می دونیم آخوندا بدن. آقای بهرام لطفاً به من دیگه پیام نذار، راجع به برنامه من صحبت نکن. اگه یه زمانی خودت یادت تصمیم گرفتی بیای برنامه بذاری، عکس فرستادی، آماده کردیم، ویدیو درست کردیم، نیومدی. چرا؟ دوبار اومدی. یه مش چیزایی گفتی که همه زنگ زدن گفتن آقا این چی میگه؟ میگه ماشین با سرعت 200 مایل داشت میرفت، من دویدم دنبالش، نمیدونم از این یه چیزایی که گفتی. و دیدی که چه جوری ملت میان یقتو میگیرن. ما نخواستیم آقا. این کمک شما رو به این تلویزیون مردم نخواستیم. شما نه لازمه برای من مهمون برنامه پیدا کنی، نه لازمه برای من اسپانسر پیدا کنی، نه برای من مشتری پیدا کنی. آقا کسی که ازت نخواسته، من از شما خواستم بری برای من مشتری پیدا کنی؟ اصلا من شغلی دارم که مشتری احتیاج داشته باشم؟ آقا چرا این کارو میکنی عزیزم؟ بفرم. خب من این خانم خانم تنازی از فرانسه هستید شما، نه؟ میگه وای خسرو بهرامی. ببینید شما، ما این همه سال صحبت کردیم، شما اینقدر ممکنه صحبت کرده باشید، شما تا میای داد ملت میری بالا. آقا یه سری دیوانه جمع شدن یه جایی، یه سری جمع شدن میگن ما حزب خران هستیم، شما هی در رو باز میکنی میگی نه آقا شما خر نیستی، شما فرشته هستی، بیا با من بپرین. میگه آقا من خرم، میدونم نمیتونم بپرم. تو که فرشته هستی برو با فرشته ها بپر. این آقای مهدی وطنخواه فرشته است، نمیدونم چی میکشه هر روز هیه بالاست، برو با اونا بپر آقا. خب خیلی بده یه نفر به شما بگه آقا ما نمیخوایم شما رو اینجا، برو یه جای دیگه. دلخور نشو، بیا میخوای صحبت کنی بیا صحبت کن. بله از طلا بودن پشیمانم، از طلا بودن پشیمان گشته ایم، مرحمت فرموده ما را مس کنید. خیلی ممنون آقا، متشکرم آقای فرخ. این فرخ سال هاست منو میشناسه. همین امروز آقا فرخ یه چیزی گذاشته بود راجع به شاه، من اصلا نمیتونم دوام بیارم، نگاه کنید بهتون نشون میدم. فرخ میگه ای بابا حالا ما اومدیم یه چیزی به سوربی بگیم، کمک برنامهش باشیم. ببینی از قبل اصلا آماده کرده بود اینو
که نشون بده. البته بنده خدا فرخ که نگفته بگه، اون بگه منم حق دارم نظر خودمو بگم. کامرای دو ببینید دوستان، یادتونه دفترچه های خدمات درمانی کارگران اینا همه رو اون دوره بیمه کرده بودن؟ شهرداری شیراز کارت مراجعه مجانی به پزشک، میگه که کارت درمان مجانی پزشکی مخصوص خانواده های بی بضاعت در زمان شاه، خدا پدر مادرشون بیامرز. منم آمدم این پایین نوشتم مگر در زمان شاه اسلام پناه خانواده بی بضاعتی هم داشتیم؟ فرخ جان چرا به شاه تهمت میزنی؟ این آقا این ماجرای تلویزیون شوخیه، وقت تلف کردنه. اون احمقایی که میان میگه آقا ما این در خانه اگر کس است یک حرف بس است، اینم آقای سعید میگه آقا اینقدر وقت تو تلف نکن. این آقای بهرامی اگر حرف گوش میداد، گوش داده بود تا حالا این همه شما گفته بودی، بالاخره میفهمید که آقا این تلویزیون حزب خرانه، قابل پرواز نیست، این تلویزیون جنبش منبشی نیست. اوکی. خب حالا بیا آقای بهرامی نگاه کنید، دکتر امیر احمدی یه چیزی نوشته، یه نفر از ایران براش اینو نوشته، شما ببین که در ایران چه خبره و من و شما چقدر بیخبریم. بفهم. نوشته دکتر امیر احمدی، شما یه تحلیلگر خارق‌العاده هستی، حیف شما که وارد اپوزیسیون بازی شده اید. وقتی ترامپ در ماه می از برجام بیرون رفت، من رفتم ایران. اوضاع از بیرون وحشتناک است. قبل از رفتنم خیال می کردم مردم عزا گرفتن، به خاک سیاه نشستن، ولی در داخل همه خوب و خوش بودن. کاش به جای این تحلیل های اخیرتون که به نظر من واقع بینانه نیست، بروید ایران. لااقل گزارش خبرنگار بی بی سی که اخیراً رفته ایران را بخوانید. حداقل اوضاع از درون، ببخشید، حداقل اوضاع از دوران بعد از جنگ و یا بعد از دوران هاشمی که همه سفرای اروپایی ایران را ترک کرده بودند و از شرق طالبان داشتند و از شرق طالبان داشت ایران را... و از شرق طالبان داشت ایران را تهدید میکرد، از غرب هم صدام، آینه دق بود بهتر است. ایران هم زیر ساختهایش از آن زمان بهتر است، هم نفوذ منطقه‌ایش، هم از نظر قدرت دفاعی قوی تر شده. لطفاً یک سر بروید ایران. آقا من عمدن اسم این آقای علی کاریانی رو اینجا گذاشتم برای شما. شما اگر فیسبوک داری دوستان یا آقای بهرامی، با این آقا تماس بگیر، در تماس باش. اگه نداری از فرزندانت خواهش کن یه فیسبوک پیجی برای شما درست کنن، شما ارتباط برقرار کن. اشکال شما اینه که ارتباط نداری، اشکال من اینه که چون ارتباط دارم به خودم اجازه میدم برای اینا تصمیم نگیرم. میبینم آقا یک فامیل 19 ساله ما قد یک 59 ساله ما اطلاعات داره، میگم آقا من اصلا به این حریف نمیشم. ولی شما هنوز فکر میکنی ما همون که چی میگفتن نادانهای زمان شاه و زمان شیخ و اینا هستیم، بچه هم اونجوری هست. نیستن عزیزم، عوض شده. بلند شو برو ایران، بیا دو سه تا جنبش درست کن، چند نفر رو به کشتن بده که وجدانت هم راحت بشه که شما هم فعالیت کردی. چی بگیم آقا؟ خب آقای احمد محسینی، من ازت خواهش میکنم همین جوری مقاله و چیز نیزار مال یوتیوب اینا، یه چیزی بنویس برای ما، بعدم اگر در رابطه با برنامه من هست اینجا به اصطلاح نظر بدیم. بارها گفتم ببخشید، میگن در مثل مناقشه نیست، حالا به شما نیستم، ولی من به اونایی که اینجوری یه چیزایی میگن که اصلا توضیح هم نمیدن، یعنی اینقدر به خودش زحمت نمیده که بگه این فیلم مثلا فلان، فقط مثل یوتیوب، یعنی برید نگاه کنید. میگم مثل این میمونه که من پدرم فوت کرده باشه،
رفته باشم یه مسجدی، یه هتلی، یه منزلی رو اجاره کرده باشم، مجلس ختم گذاشته باشم، یکی از راه بیاد بگه ملت حالا که اینجا هستید نمیدونم خواهر منم دنبال شوهر میگرده. نکنید این کارو. بفرم. خب بریم سراغ آقای حسن صبری از هلند، ببینیم بلکه حرفای ایشون یه مقداری ارزش داشته باشه. حرفای ما که همیشه گفتیم یه مشتی مهملات، یه مشتی چی. سعیدم داره برای خودش میخنده، البته فکر کنم برای اون برنامه SNL بوده، ولی فعلا چیز چی میگن ریسپاند شما یا جواب شما الان آمد. خیلی ممنون و متشکرم. یه جایی هم نوشته شاهنشاه فضائل عزیزان. فضائل عزیزان نمیدونم اسمش عوض کرده چیکار کرده که این بذارید ببینم میزنم تو چیز پیدا نمیشه. بله میگه که جناب سوربی راجب بعض مردم در ایران خوب است، چون مردم واقعا در بدبختی به سر میبرن، به خصوص در مورد پزشکی و دارو. این را با این آقا هم بگوی. چشم. ببین اولا خیلی اون آقا قشنگ گفت. میدونید گفت چی؟ گفت چون آخوندها جنگ را انداختن، چون همه سفرا قطع رابطه کردن، چون از این ور داعش و طالبان، از اون ور صدام و اینها آمدن، حالا که یه مقداری اینا آروم شده مردم احساس امنیت میکنن. یه جوکی بود میگفت با چکش بزن تو سرشون، بعد که مثلا با یه پلاستیک میزنی ازت ممنون میشن. اینم همونه. خانم نیر درست میگه. دوست عزیز آقای اسم چی بود گفتم علی فلان که با آقای امیر احمدی صحبت میکردی، خانم نیر میگه از بس مردم در بدبختی به سر میبرن، و اینایی که میرن ایران وقتی میگن مردم ایران منظورشون همون خانواده و دوستان درجه یکیه که اینا در اون 3 هفته در اون 4 هفته وقت داشتن، نشستن باهاشون خوش گذروندن، گل گفتن و گل شنیدن، بعد اونا هم سنگ تموم گذاشتن مهمونی های آنچنانی برای اینها، بعد اینا فکر میکنن همه مردم ایران وضعشون همین جوره، هر شب همین بخور و بخواب و حالا ببخشید بعضی دیگه تریاک بکش و بکن و فلان و اینا. اونجوری هم هست، طرف مجرد میره ایران، وقتی میره اونجا برایش سور و ساد را میندازن، تلخی، عرق، خانم، مطرب، فلان، بعد که میاد میگه آقا همه باید نیستن، آقا برای تو این کارا رو کردن. در صورت اینم مشکل ما شده. خب ممنون و متشکر. ساعت 2:29 است. من با آقای صبری حسنپور این دوست خوبمون قرار گذاشتم ساعت 2:30 از اینجا با هلند تماس بگیریم و با آقای حسنپور باشیم. اجازه بدید که من در این قسمت پیام تلفن ایشون رو پیدا کنم. آها با فیسبوک باشون تماس میگیرم. بله اینم میکروفون آقای حسنپور رو هم بذارم اینجا. الو آقای حسنپور. بله بله سلام، سوربی هستم. آقا به شما خوش آمد میگم، هم خوش آمد مجددتون به تلویزیون مردم، همین که بالاخره با سلامتی برگشتی به خانه و کاشانه و خانواده، و من میکروفون رو در اختیار شما میذارم. خیلی از دوستانی که با من آشنا هستن با شما هم آشنا هستن، چون من و شما چند سال بود با هم همکاری میکردیم، بعد اون تلویزیون رهایی رو شما راه انداختی، خیلی هم قشنگ مدیریت و اینها. من به نوبه خودم فکر میکنم افرادی که مفتخور بودن آمدن دور شما و اون جماعت که میبینی نمیدونم چیچیان دور شیرینی مگسانن، اونا باعث شدن شما رو تو این دردسر بندازن. ولی بهتره که من حرفی به قول معروف از قول شما نزنم، من ساکت میشم. وبسایت شما، فیسبوک شما رو نشون میدم که دوستان اگر مایل بودن بعدن با خود شما بیشتر در تماس باشن. همونجوری که قبل از برنامه هم به شما گفتم، با اون تجربه تلخ 2 ساله‌ای که دارید و گفتید آقا خدا بهت صبر بده،
یا چه پوسکولفتی که اینقدر تحمل میکنی، هر وقت دوست داشتی باز برنامه هایی مثل قدیم داشته باشید، شما میتونید شاهد من باشید که من نه هیچ وقت به شما گفتم چی بگو، نگفتم چی نگو، آزاد آزاد بدون خط قرمز باز میتونید اینجا برنامه داشته باشید. این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در سر تا سر جهان. و از روزی که شما رفتید ایران و دستگیر شدید، الان وسائل زیادتری، سوشال مدیاهای زیادتری آمده که اینها گاهی وقتا حسن دارن، بیننده های بیشتری داری، گاهی وقتا هم درد سر دارن، به اصطلاح خب مخالفین و دشمنان بیشتری، ولی با همه اینها ما از همه اینها استفاده میکنیم و صدای شما رو به گوش دوستان میرسونیم. دوستان عزیز، با آقای صبری حسنپور هستیم. از هلند هستید شما؟ بله بله بله، هلند بله. هستم. بفرمایید، من ساکت شدم. بفرمایید. منم درود میفرستم به جناب آقای صبری و تشکر میکنم از زحماتشون که در زمان دستگیریم و بازداشتم انعکاس وسیعی توی میدیای خودشون دادن نسبت به دستگیری من. و همچنین از جا داره که از فرصتی که به من دادید استفاده کنم، از آقایان فضائل عزیزان، آقای سعید چوبک از کانادا، از آقای منصور اوسانلو، از آقای مجید بهشتی در لندن، جناب دکتر رزمارا و دیگران که با پوزش به خاطر زیر وقت متاسفانه نمیتونم اسامی همه رو ذکر کنم، تشکر میکنم که در مدتی که نبودم و در ایران اسیر بودم سعی کردن که همدردی کنن، همراه باشن و انعکاس بدن بازداشت منو. و پوزش میطلبم که تو این 7 ماهی که آزاد شدم و به هلند برگشتم، به کانون گرم خانواده نتونستم حضور پیدا کنم و توضیحاتی که لازمش بود رو بدم. و از این نظر من پوزش میطلبم که با تأخیر 7 ماهه به علت بیماری قلبی که داشتم، به خاطر بیماری چشمی که داشتم، عملهایی که انجام دادم و وضعیت روحی و مسائل حقوقی و رسیدگی به خانواده که 2 سال از نبود من صدمه دیدن و باعث شد که من این 7 ماه رو نتونم توضیحات کافی رو که لازمه بدم. من در خدمتون هستم آقای صبری عزیز. در رابطه با دستگیری و چرایی رفتن من به ایران که اگر لازمه توضیح بدم. بله، اگه لطف کنید به ما بگید، خب با این شرایطی که شما میدونستید از آخوندها، با این اوضاع و احوال، با مخصوصا اون فعالیت هایی که شما قبل از برید ایران خیلی رسانه‌ای شده بود، افرادی که میمدن اونجا، جنبش های مختلف، همون خود شما، این کنگره ایرانیان، چطور حاضر شدید برید ایران؟ یعنی چی باعث شد؟ بله، لازم به توضیح که یه نکته ظریفی هست که اشاراتی کردید در برنامه‌تون امشب که بحث مخالفین و ذکر مصیبت گویان، و من خودم به این نتیجه رسیده بودم که یک مرز میان مخالف و منتقد و مبارز وجود داره. کسی که مدعی مبارزه است باید باهای مبارزه‌شو بپردازه. ما در شرایطی هستیم که نیروهای مدعی مبارزه به خبررسان و ذکر مصیبت گو تنصب پیدا می‌کنند، متاسفانه. یعنی کسایی که مدعی‌اند که ما، اکثریت مردم طرفدار ما هستن، من پرسشم اینه که چرا نمیرن؟ خب اگر مشکلشون اینه که مردم بلند نمیشن، خب مردم بلند شدن. الان 38 روزه ما شاهد اعتراضات کارگری در سطح وسیع در اهواز و هفتتپه هستیم. خب این مردمی که اینا مدعی هستن که طرفدار دارن، طرفدارانشونن، کیا هستن؟ چه کسانی هستن؟ خب من میبینم متاسفانه چریک، مجاهد، مدعی مبارزه همه در خارج هستن، همه هم تنزل پیدا کردن به بنگاه‌های خبررسانی و ذکر مصیبت گویی. خب اینجا مردم باید قهرمانان واقعی خودشون و مبارزین واقعی خودشون رو محک بزنن. و به این اعتقاد داشتم، کسی که از جهنم آخوندی میاد در دنیای مرفه هنر نکرده،
فرار کرده اومده به یک زندگی مرفه، اما کسی که پشت پا میزنه از تمام رفاه و آسایش و امنیت و خانواده و میره ایران، اینجاست که محک مبارز بودن برای مردم مشخصه. و من به واقع میفهمیدم که خیلی معذرت میخوام، خیلی ساده لوحانه است که فکر کنم برم ایران و منو دستگیر نمیکنن. خب اما به این اشراف رسیده بودم که امکان دستگیریم هست، اما پذیرفته بودم. و جالب اینجاست که روزی که قاضی از من پرسید که چرا اومدی، گفتم آقا اونوریا به من میگن چرا رفتی، شما میگی چرا اومدی، ما شدیم مرغ عزا و عروسی، بالاخره کدومتون دارید درست میگی؟ چیزی رو که فهم نمیشه اینه که بابا اینجا وطن منه، اینجا خاک منه، همه اصالت مبارزه من اگر مدعی مبارزه هستم به ایران بودن منه. خب وگرنه من خارجی بودم برای من اصلا معنای نداره به جز این که مبارزه بکنم، به جز این معنا نداره برای من، مگر این که من برای زندگی کردن آمده باشم، که اینطوری نبوده، در رابطه با من این صدق نمی کنه. چون اینجا مرز میان مخالف و منتقد و مبارز باید مشخص بشه، هر کس تریبونی دست گرفته توی قربت و مدعی مبارزه است. آقا جون مبارزه در ایران محک میخوره، نه در اینجا. آقای رضا پهلوی اگر مدعی هستی که رهبری این جنبش رو این اعتراضات رو میخوای به دست بگیری، بفرم این گوی و این میدان. شما که میگید مردم طرفدار شما هستن، خب حالا گیرن که شما رو بگیرن، خب خون شما که رنگین تر از کسانی که الان دارن اعدام میشن و کشته میشن که نیست. از اگر نمیرید ترسه، عاملش ترسه، هیچ توجیهی دیگه نداره، ترس از جان. و این برای در اشله نیروی مدعی مبارز نمی گنجه که بگه آقا من به خاطر اینکه رژیم هست، خب رژیم هست که هست، مگر همین هایی که مدعی این که آقای چرا رفته، مگر زمان شاه نمی اومدن بیرون دوره های چریکی در فلسطین می دیدن و دوباره برمیگشن داخل؟ مگه شاه رو به رسمیت می شناختن به اون دولت، منظورم مجاهدین هم. مگر زمان شاه اینا قاچاقی نمی اومدن بیرون و قاچاقی می رفتن تو دوره های چریکی می دیدن؟ مگر زندگی نامه بسیار از رهبران، حالا من مقایسه مال فارغ نمیخوام بکنم، مثلا گاندی به طور مثال، اینا منظورم کسانی است که معترض رفتن من به داخلم، گاندی بارها قاچاقی وارد کشور شد و برگشت، لنین و همین چه. یعنی این به این معنا نیست که یک نیرو و عنصر مدعی مبارزه قطع رابطه کنه با جامعهش، با مردمش، با کشورش، با خاکش. اتفاقا هنرش اینه که ارتباط داشته باشه. ما نیومدیم که اینجا هر کدوم یه میکروفون یه تریبونی دست بگیریم و بگیم های مردم بریزید بیرون. خب وظیفه ما چیه؟ ما در چه جایگاهی هستیم؟ ما در کجا هستیم؟ مشکل ما در همین جاست که سر عناصر مشخص بشه. جنبش‌های مردمی در ایران اگر شکست خورده، دلیلش اینه که همیشه پول و زور و شهرت عامل حقانیت بوده، نه صلاحیت. در صورتی که اینطور این میز و این دستگاه رو باید به هم ریخت، مردم قهرمانان واقعی خودشون بفهمن. من با افتخار میگم رفتم جامعه‌مو دیدم، بروز شدم. یعنی نگاه من به جامعه‌ام 30 سال پیشی بود، یعنی فریز شده بودم تو اون جامعه 30 سال پیش، اما رفتم دیدم. وقتی هم دستگیرم کردن 2 سال در زندان، افتخار دیدار با عزیزانی مثل آقای عبدالفتاح سلطانی، آقای اسماعیل عبدی، آقای آرش صادقی، همین شادروان وحید صیاد نصیری چند روز پیش متاسفانه جان باخت، بودم و دنیای دیگه بود برای من. یعنی خود زندان یه جامعه کوچیکی از ایرانه که همه جور تیپ و شخصیتی رو شما میبینید.
حالا تفکیک جرایم هم که نمیشه شما رو قاطی مجرمای دیگه میکنن، از کلاهبردار بگیر تا به قول معروف اختلاسگر تا زمینخوار تا همه جور، همه جور تا حتی قاتل. شما رو به چه جور میگرفتن؟ اصلا اونجا تفهیم جور میکنن یا همینجوری وایستا تا منتظر تا ببینیم چی میشه اینجوری؟ به واقع من یک ماه بعد از ورودم دستگیرم کردن، یعنی 10 روز مونده بود به خروجم از کشور، در منزل خواهرم بدون هیچ حکمی بازداشت شدم. ابتدا اونطوری که من فهمیدم خب لو رفته بودم، چون من در نهایت سکرت بودن و مخفی بودن وارد شده بودم، هیچ کس هم نمی‌فهمید، اصلا هیچ کس نمی‌دونست که اصلا من رفتم به ایران. چون تفهیم اتهام اولیه که کردم فهمیدم که اطلاعات غلط به اینا دادن و اصلا چغلی کرده بودم به اصطلاح زندانیا. همینجا آقای حسن پور، من چند سال پیش با این آقایی که مال سفارت، نه مال اینجا دفتر حفاظت ایران هست، گفتم خب آخه این چه کاریه که شما به ایرانیا میگید برید ایران، خبری نیست، همه میرن میان، بعد اینا میرن ایران میگیرنشون. گفت آقای سوربی به خدا ما هم اندازه شما اطلاع داریم، ولی بیشتر اینا فامیلاشون و دوستا و خیلی وقتا سر حسودی یا دعوا میشه اونجا با همدیگه، اونا همدیگه رو لو میدن. الان شما میگی منو لو دادن. خب اگر کسی چون بر این اساس میگم که اصلا سابقه من و بکران منو نمیفهمیدن اصلا. یعنی اصلا نمیدونستن از فعالیت های من. بعد از دستگیری متوجه شدن، یعنی وقتی منو دستگیر کردن من گفتم به چه اتهامی، گفت که توضیح به تو میدیم تشریف بیارید. ما رفتیم و بعد گفت که شما متهمید که از فراریان زمان شاه هستید و الان برگشتید. هر گفتم این حرف از اساس دروغه، به این دلیل که من سال 67 10 سال بعد از انقلاب از ایران خارج شدم و قانونی هم از کشور خارج شدم و شما میتونید یه استعلام بگیرید، همچین چیزی صحت نداره. که بعدم گفتم حداقل تحقیق میکردی راجع به این موضوع. بعد گفت که زنگ زد گفت حاج آقای بنده خدا که مشکلی نداره اینا، بذاریم بره. گفت نه بیارنش برای بازجویی. حالا این شهربانی بود یا دادگاه انقلاب چیه اصلا اونجا؟ ارگان دستگیر کننده من سپاه بود. سپاه بود. در واقع در ایران سه نهاد با هم به موازی هم کار میکنن، یکی سپاه پاسداران، یکی وزارت اطلاعات، یکی قوه قضاییه. که اینا هر کدوم سازمان خاص خودشونو دارن. وقتی دستگیر میشید از طریق سپاه میبرن تون بند 2 الف. بند 2 الف یک تشکیلاتیه که تو خود اوینه متمرکزه، تو اونجا به قول من بازداشت میشید، بازجویی میشید، هم از چشمند تا 2 ماه اول من انفرادی بودم، بعدن میشینن پرونده تو دیگه زیر و زبر میکنن دیگه. یعنی اول شما رو میگیرن بعد شروع میکنن پرونده سازی. این تا اینجاش درست اون چیزیه که من هم اینجا شنیدم. آقای خوشنودی که همشهری من هم هستن از کالیفرنیا نوشتن که تمام قدرت وزارت اطلاعات به آدم فروشاش هست. به قول علوی کیا یا علوی کیا معاون سابقه که شاه میگفت ایرانی خود به خود جاسوس هست و آدم فروش نمیشه جمع بست. بعد خانم زریع تناز هم از اروپا می نویسن که درسته لو میدن، جشن ها و پارتی ها رو هم حتی لو میدن که دستگیر شدن. من یادمه یه دوستی رفته بود ایران، بعد می گفت که عروسی گرفتن و اینها، بعد می گفت همسایه ها که دعوت نشده بودن رفته بودن اینا رو لو داده بودن. اون پاسداری که آمده یا شهربانی که آمده وقتی اینا خواستن بهش به اصطلاح پول بدن و اینها، گفته بذار برات بگم از ما که خبر نداشتیم همچین پارتی هست و اینها، ولی اونایی که دعوتشون نکردید شما رو لو دادن. خب آقای حسن پور یه مقداری از این ماجرای ایران برای ما بگید. ما مثلا یه زندانی میبینیم، آقای فخرآور، میبینیم که تو زندان تلفن داشته، وسیله داشته، فیلم ضبط میکنن، با دولت‌های خارجی تماس میگیرن، میاد
دبی، آقای ریچارد پر میره تو هتل، براش هتل میگیره، بعد سوار هواپیماش میکنه میاد اینجا. بعد آقای امید دانا میبینیم که میاد میگه منو زدن و میخواستن اعدام کنن و تو دادگاه اینجوری. بعد یه دفعه میبینیم الان شده طرفدار جمهوری اسلامی، همش دفاع میکنه. سردار قاسمی، سردار قاسمی میگه. خیلی نمونه داریم، آقای اکبر گنجی داریم، اینا داریم. شما یه مقداری ما رو با اون شرایط زندانی که شما بودید، کدومش درسته؟ اینی که میگیرن، ببخشید اینو میگم، میزنن آدم و پدر آدم رو در میارن، یا اینی که اینا میگن طرف میره بعد میگه من اومدم مرخصی برای که برم دندونم رو درست کنم یا برم امتحان بدم چون دانشگاه شرکت کردم؟ میدونید شده حضرت قسم حضرت عباس رو قبول کنیم یا دم خروس رو؟ شما یه مقداری چون 2 سال اونجا بودید برای ما بگید چه گذشت به شما. دقیقا نگاه کنید، وقتی میگید زندان، زندان خب معناشو تو خودش داره، یعنی اونا هرچند که میگن ندامتگاه یا اندرزگاه، اما خب زندان یه محیط محدودیه و بستگی به کیس افراد داره. خب من چون دو تابعیتی بودم و دولت هلند به جد دنبال کارم بود، وزارت امور خارجه هلند و اینجا کالج سلطنتی هلند یا سندیکای فیلمسازان هلند، نامه هایی که نوشتن و فشار می آوردن به وزارت امور خارجه ایران و بیماری قلبیم که 2 تا عمل داشتم در خود ایران در دوران زندان، اینا رو یه مقدار از وضعیت خاصی برخوردار بودم. از اینکه تلفن گوشی و دستی و اینا، این در زندان گوهردشت کرجه تا اونجایی که من اطلاع دارم. در اوین اصلا در دست داشتن تلفن دستی ممنوعه، اصلا من توی 2 سال ندیدم هیچی، فقط با تلفن‌های کارتی میشه با خانواده تماس گرفت. البته در دوران قرنطینه و انفرادی شما هفته‌ای 4 دقیقه اجازه دارید با حضور ناظر و بازجوتون، بازپرستون تماس بگیرید با خانوادتون. یعنی من بعد از 2 ماه از بازداشتم میگذشت، تازه 4 دقیقه اجازه دادن که با خانوادم در هلند با حضور خودشون تماس بگیرم. اما وقتی که به بند عمومی که میاید، این محدودیت ها از شما برداشته میشه و تلفن عمومی کارتی هست که شما میتونید صحبت کنید، یعنی هیچ محدودیتی ندارید. حالا یه عده میگفتن کنترل میشه این تلفن ها، اما از نظر فنی و علمی من بعید میدونم این تلفن ها در یک آن بتونن، چون هزاران نفر زندانی دارن از این تلفن ها که 10-15 تا تو هر بندی هست تماس میگیرن و اگه بخوام پرسنلی بذارن برای کنترل این تماس ها، یه کار خیلی بسیار مشکلی و عقلانی نیست. و من میتونستم راحت حرف بزنم، با بیرون صحبت کنم و نقطه نظراتمو بگم، حتی با واشنگتن تایمز به قول معروف خبرنگارش در تهران بود، شمارشو به من رسوندن، زنگ زدم، حرف زدم، هیچ مشکلی نبود از این نظر. و یک سری بعد ضمن این که در خود اوین بندهای مختلف هست، مثلا بند 8 هست، 10 هست، 4 هست، 4 رو درست کردن برای مستقبلین و بازدید کنندگان خارجی و نمایندگان حقوق بشر و اینا که گاهی وقتی برای بازدید از زندان ها میان. این بند رو به واقع درست تر و تمیزش کردن، فقط جنبه تبلیغاتی داره. نوسازی و بازسازی و تمیزیش هم توسط خود زندانی ها انجام شده و کلن پولداره هایی که اونجا میگیرن دستگیر میکنن، مثل بابک زنجانی ها و اینا، از پول اینها میگیرن به قول معروف برای ساختمان این زندان. و تفکیک جرایم نیست به واقع، شما وقتی وارد این بند میشید، شما رو میندازن توی یک اتاق 10-12 نفره تا 25 نفره که 3 تخته است، که با همه جور دیگه مجرمی شما رابطه دارید دیگه و باید باشون سر کنید. اما اتهامی که به من دادن، ابتدا اقدام علیه امنیت ملی از طریق ایجاد شبکه تلویزیونی، گفتن که شما اقدام علیه امنیت ملی کردید از طریق ایجاد شبکه تلویزیونی. گفتم که این به طور
چیزی معنا نمیده. اقدام علی امنیت ملی از طریق شبکه تلویزیونی یعنی چی؟ مگر صرف ایجاد شبکه تلویزیونی میتونه مصداق اقدام علی امنیت ملی باشه؟ بعد شاید این تلویزیون برنامه سرگرم کننده و تفریحی داشته، یعنی چی اقدام علی امنیت ملی؟ یعنی هر کسی یه تلویزیون زد اقدام علی امنیت ملی تلقی میشه. بعد در ثانی من تابعیت هلند دارم، شهروند هلندم، ساکن هلندم و طبق قانون هلند من این کار انجام دادم. بعد اومدم تصحیحش کردن، گفتن آقا توهین به حضرت امام تو برنامه تلویزیونی کرد. گفتم من توهین نکردم، اصلا تو فرهنگ زبانی من توهین اصلا به هیچ کس نمیکنم. شما یه مورد بیارید، فاکتی بیارید، من قبول کنم. و آقا تو برنامه گفتی خمینی خالی. گفتم یعنی چه؟ خب گفتم که گفتم. گفت نه، چرا حتی نگفتی آقای خمینی؟ چرا نگفتی حضرت آیت الله العظما امام خمینی؟ این نگفتن این القاب، به کار نبردن این القاب به معنای توهینه. گفتم بفرستید دادگاه رسانه ها، اگه اونا گفتن این به معنای توهینه من قبول میکنم، چون تو قانون رسانه ها القاب تشریفاتی رو به کار نمیبرن، نهایتا میگن آقای خمینی یا مثلا خمینی، این به معنای توهین نیست. بله، مخصوصا برای افراد سرشناس لازم نیست شما مثلا بگی جناب ترامپ، میگی ترامپ همه میدونن رئیس جمهور آمریکا است. بله. یا میگی شما آقای حسن‌پور اجازه بده من، چون خانم دکتر بهیه جیلانی میدونم که در تلویزیون شما هم برنامه داشتن و بله، ایشون لطف کردن الان بیننده برنامه ما هستن، بهتون تبریک گفتن، من براتون بخونم با تبریک فراوان برای آزادی و خروج آقای حسن‌پور. خب پس طبق همه بیقانونی اونجا بالاخره یه قانونی هم داره، مثلا همین که به شما اجازه میدادن بتونید صحبت کنید اینها. ولی این دو سالی که شما اونجا گذروندید، حالا بالاخره باید یه جرمی براتون نوشته باشن که بتونه اون دو سال رو موجه کنه، و الا شما برمیگردین طلبکارشون میشین که آقا دو سال از عمر من مشکل قلبی و اینا هم داشتم، حالا شما باید به من ضرر زیان بدین. یه جرمی بهتون میبندن دیگه. نه دقیقا نگاه کنید، من تا 17 تا معذرت میخوام تا 16 ماه اول حبسم متهم بودم، یعنی حکم نگرفته بودم، یعنی مونده بودن که چه حکمی به من بدن اصلا. و بعد از 16 ماه منو دادگاه کشون، دادگاه اولم که برخورد لفظی با آقای صلواتی داشتم که این مقدار برخوردمون تند بود، که تهدید کرد گفت میفرستمت انفرادی، میفرستمت گوهردشت، میفرستمت فلان. بعد این دادگاه اصلا به هم ریخت و من برگشتم دوباره زندان، و تا مدت ها گذشت و بعد که من یه اعتصاب قضا کردم که این اعتصاب انعکاس پیدا نکرد، بچه ها هرانا البته انعکاس بعدن داد، خبراش به من رسید که این اعتصاب باعث شد که دادگاه منو تشکیل بدن. توی دادگاه به من اتهام اجتماع و توانی داد و عضویت در گروه های معاند داد، که منظورش همون کنگره ملی بود، که من گفتم نه، کنگره ملی قائم به فرد بوده، من اصلا خودم تنها هستم، اصلا همچین تشکیلاتی وجود واقعی نداره، مجازیه. گفت دلیلش، گفتم دلیلش اینه که بعد از دستگیری من اصلا هیچ اطلاعی نداره کنگره ملی اصلا تا الان، حتی سیمای راهایی هم خود من تنها تک و تنها بودم. دلیلش اینه که بعد از دستگیری من قطع شده اصلا تلویزیون. بعد قبول کرد، اما بازم قبول نکرد و 5 سال به من داد. البته نگاه کن در ایران الان مثلا تجمیع مجازات میشه، یعنی 3 تا اتهام به من داده بود، یکی اجتماع توانی 5 سال، یکی توهین به حضرت امام 2 سال، یکی هم جرم دیگه بود که دقیقا الان یادم نیست، 1 سال که مجموعه میشه 8 سال. اما اینا میان از سال 92 یه قانون جدیدی اومده که این 8 سال اشد رو میگیرن، یعنی اون 5 ساله رو میگیرن، اون 2 تا و یکیه میرن زیر. آها. بعد 5 ساله رو به من داد، 5 ساله رو که داد بعدا من اعتراض نوشتم، وکیلم نداشتم به واقع، چون وکیل تسخیری میخواستن بدن که من قبول نکردم، وکیلی هم که خودم میخواستم انتخاب کنم امکان تماس باش نبود اصلا. بچه های تو زندان یک چند تا وکیل خوب برای من معرفی کردن که امکان تماس باشون برقرار نشد.
خلاصه اعتراض نمیشتم که من اعتراض دارم، رفت تجدید نظر شعبه 28 آقای مقیسه که 5 سال به 2 سال تبدیل کرد، یعنی اون 5 ساله رو برداشت با اجتماع توانی بر اساس شواهد و قرائن اینه که ایشون اجتماع توانی و عضویت در گروه های معاند نداشته، یعنی کنگره ملی وجود خارجی نداره، درسته؟ و حرف من رو قبول کرد و او 5 ساله برداشته شد. من 2 تا اتهام دیگه، 2 ساله و 1 ساله که 2 ساله توهین به حضرت امام بود، کمون 2 ساله رو چیز کرد. این موقعی بود که من 21 ماه از حبسمون گذرانده بودم، بعد دیدم که 2 ساله رو به من داده، یعنی 3 ماه دیگه من آزادم. بعد گفتن که میتونی آزادی مشروط بگیری. آزادی مشروط یعنی زندانی اگر بار اولش باشه 1/3 حبسش گذرانده باشه میتونه بیاد بیرون، مثل آمریکاست تقریبا. آره، یعنی من 8 ماه هم گذرانده بودم میتونستم بیام بیرون، اما من 21 ماه گذرانده بودم. گفتم نه، چه کاریه که 3 ماه دیگه دارم، 3 ماه میگذرونم. گفتم بابا تو که میگی خواهی بری خارج کشور، برو بیرون، یک روزش هم یک روزه. گفتم نه میمونم. بعد من به واقع 19 فروردین روز آزادیم بود که روز عید نوروز باز به من گفتن که میتونی بری و این 19 روز از مرخصی استفاده کنی، چون مرخصی هم ماهی 2.5 روزه، یعنی سالی تقریبا چرا میشه 36 روزه فکر کنم میشه هر زندانی مرخصی داره ده. که من حتی مرخصی هم استفاده نکرده بودم. بعد گفتن که میتونی وثیقه بذاری این 19 روزو بری مرخصی، بعد بیا تصفیه کنی سندتو آزاد کنی. گفتم من سندی چیزی ندارم اصلا که بخوام بدم برای این 19 روز. این 19 روزم میمونم و 19 فروردین بدون هیچ منتی 2 سالمو فیکس گذروندم اومدم بیرون. آقای حسنپور، به من خیلی از دوستان میگفتن خب چون شما آشنا هستید با آقای حسنپور وقتی آمده حالا بگید مصاحبه و اینها، من قبل از اینکه حتی به شما تماس بگیرم گفتم بابا شاید به ایشون گفته باشن آزادی، ولی اگه حرفی چیزی زدی توی ایران خانواده داری، دوست داری، فامیل داری، اینها رو اذیت میکنیم، بذارید هر وقت که خودشون چی شدن. این ماجرایی که بعضیا میگن مثلا من اینجا چون صحبت کردم توی ایران اذیت و آزار کردن اینها، اونجا چیزی هست به این صورت؟ شما شاهد بودید یا مردم میترسن واقعا که صحبت کنن از ترس اینکه خانواده‌شون مثلا تو ایران مورد آزار و اذیت اینها قرار بگیرن، یا نیست همچین چیزی؟ انقدر اینا زندانی دارن که احتیاج ندارن به اصطلاح زندانیای جدید. یه مقداری درباره من به واقع خودم دلیلش خدمتتون عرض کردم که دلیلش بیماری بود و آماده نبودن برای مصاحبه بود. یه مقدارم تداعی کننده بازجویی بود که پس داده بودم. یه مقدار مصاحبه ها رو حالت یادآور بازجویی ها میتونستم، به خاطر همین سعی میکردم یه مقدار از این فضا دور باشم تا یه مقدار خودم بلاد ریلکس بشم، آمادگی پیدا بکنم که بتونم بیام صحبت کنم. و اما اینکه یک ترس ناخودآگاه در جامعه وجود داره، چه آدم سیاسی باشه چه اجتماعی باشه، اصلا جامعه ایران یک جامعه سیاسیه تا اینجایی که به عنوان یک خبرنگار، به عنوان یک جستجوگر توی جامعه بودم و چه تو زندانش چه بیرون از زندان، مردم حرفشونو میزنن، اما یک ترس ناخودآگاه و غیر علمی و غیر منطقی تو جامعه وجود داره. خب این معمولیه وقتی حکومت دیکتاتوری هست، با من حرف میزنه گوشیشو میذاره مثلا زیر لحاف، فکر میکنه مثلا ضبط میکنن. بله، حکومت‌های دیکتاتوری همچین شرایطی رو به وجود میارن که مردم خودشون خودسانسور میشن. یعنی من یا مثلا وقتی که وسایل منو تحویل دادن بعد 2 سال به من، خیلی به من میگفتن مثلا این گوشیاتو برو بنداز تو سطل آشغال یه گوشی نو بگیر، ممکنه توی گوشیات مثلا جی پی اس جا گذاشته باشن. شما فیلمای جیمز باندی شما زیاد میبینید یا مثلا میکروفون گذاشته باشن. گفتم این حرفا چی آقا جون؟ اصلا همچین چیزی نیست به اون شکل که فکر میکنید. این تا تاثیر القاعاتی که شده دست اینقدر بیکار نیستن که بیان مثلا هر زندانی که آزاد میکنن تو وسایلش مثلا میکروفون اینا بذارن. حالو گذاشتن، مگه میتونن کنترل بکنن این همه آدم؟ بابا میلیون ها نفر آدم صبح باشد دارن فوش میدن، توهین میکنن، اعتراض میکنن. خب آقای حسنپور، یه سوال دیگه، چون شما گفتید 7 ماه قبل اونجا بودید،
من میخوام از شما بپرسم که شرایط ایران رو چجوری میبینید؟ چون خودتون هفت گفتید ماه قبل اومدم برگشتم من. خب بله دیگه، یعنی هفت از ایران اومدید، یعنی شما ایران رو میتونید هفت ماه گذشته شو به ما بگید، به جای اینکه من 35 سال قبل یا 36 سال قبل رو یادم هست و اینا. شما چی میبینید؟ همین که میگیم مردم توهین میکنن به اصطلاح، خب این نشون میده ترسشون ریخته شده. ولی چرا پس، البته جوابشو گفتید، گفتید برای که هیچ کس از اینجا حاضر نیست بلند شه بره ایران. من به دوستان مجاهد میگم، میگم آقا شما میگی تمام ایران، یه عکس میگیری یه نفر رفته بالای فلان یه عکس مریم رجبی گذاشته یا توی کوچه پس کوچه یه عکس رضا پهلوی گذاشته، من به شما میگم آقا این نیست. 99% طرفدار، ولی شما چرا نمیرید؟ اون رو بر قبول دارم. شما به ما بگید که چرا با این نارضایتی عمومی که در ایران هست ما هیچ حرکتی چیزی نمیبینیم؟ الان به قول شما چند روز اعتصابات و اینها هست، ولی اینا خیلی آسون صداشو در نمیارن، مردم هم دارن زندگی خودشون رو انجام میدن. چرا اینجوری شده؟ نگاه کنید، جامعه ایران تا اینجایی که من دیدم به عین مشاهداتم، چه تو زندان که بخشی از جامعه ایرانه، چون من حدوداً توی 2 سال شاید میتونم اغراق اگه نباشه 10,000 زندانی ورودی خروجی داشتن، یعنی اگر روزی 20 تا زندانی وارد میشد و من باشون مینشستم گپ میزدم، تو هواخوری حرف میزدیم، با هم صحبت میکردیم، سیگاری میکشیدیم، صحبت میکردیم، جامعه اصلا راضی کسی نداره، یعنی ناراضیان همه. چیزی که هست در بیرون از زندان هم که میریم میبینیم اجتماعهای مختلف اعتراضی وجود داره در جامعه. چیزی که هست رهبری وجود نداره، یعنی همه خودجوش دست به یه حرکاتی میزنن، پلاکاردی دست میگیرن یا اعتراضات خودشون رو با زبان خودشون و شعارهای خودشون بیان میکنن. خب حالا همینجا سوال اینه که آیا این حرکت‌های خودجوش تک نفره، چند نفره، بدون رهبر، فکر میکنید به جای میرسه یا مسلماً تا مجهز به یک رهبری ذی‌صلاح نشه نه. چون چرا رهبری ذی‌صلاح هم وجود نداره فعلا، یا اگرم داره شناخته شده نیست و میدیاها در انحصار افراد مجهز به پول و زور و شهرتن، یعنی به این معنا که همیشه از کودتای 28 مرداد تا انقلاب 57 این زور و پول و شهرت بوده که تونسته غالب بشه و حقانیت بگیره، نه صلاحیت. مگر 28 مرداد زور و پول آمریکا نبود که کودتای 28 مرداد رو به پیروزی رسوند و مصدق رو ساقط کرد؟ انقلاب 57 به من بگو اگه خمینی شهرت آیت اللهیش نبود و مرجعیتش نبود، مگه میتونست به قدرت برسه؟ اگر خمینی به جای این عبا عمامه و ریش کت و شلوار و صورت ستیقه و پاپیون میزد، کسی اصلا تعویلش میگرفت؟ کسی اصلا ترم براش خورد میکرد؟ نه، اعتبارش رو از مرجعیتش گرفت، مردم باورش کردن. الان هم همین داستان داره تکرار میخواد بشه، همین سناریو دوباره داره تکرار میشه. مجاهدین به اعتبار پولشون و رضا پهلوی به اعتبار شهرتش، همین آقای رضا پهلوی اگر شهرت نسبی به خانواده پهلوی نداشته باشه، کسی اصلا تره براش خورد میکنه؟ آخه چی داره میگه که دیگران نمیگن؟ چه چیز تازه‌ای داره میگه؟ چه تحلیلی داره میکنه به لحاظ علمی؟ هیچی، یه مش حرفای تکراری سربنیقات که اصلا مردم ایران، عامی‌ترین مردم ایران بهتر از این تحلیل می‌کنن. چی داره میگه؟ این اعتبارش داره از شهرتش میگیره، نه از حقانیتش. بسیار ممنونم از شما. بله آقای حسن پور، من میدونم که حتی دوستانی هم که از مجاهدین جدا شدن وقتی میان اینجا تعریف میکنن، تعریف خاطرات یادآوری اون روزهای بدی میشه که روزهای سختی که شما گذروندید، ولی از طرفی میگن وقتی اینا رو با دیگران در میون میذارید یه مقداری به اصطلاح راحت تر میشید، مثل کسی که میره یه مشاوره انجام میده. امیدوارم بازم بتونیم در آینده شما رو داشته باشیم، و همونجوری که خارج از برنامه هم به شما امروز صبح گفتم، هر وقت ویدیویی درست کردید، صحبتی داشتید، حرفی داشتید، خواستید به گوش
بینندگان و شنوندگان برسونید. من اینجا در خدمتتون هستم و بازم ممنونم که حاضر شدید با ما چند دقیقه ای صحبت کنید. منم تشکر میکنم از شما، واقعا سپاسگزاری میکنم که این وقت در اختیار من گذاشتید و کمتر میدیایی هست در این آشفت بازار مافیای سیاسی که همه به قول رسانه ها انحصار در اختیار جریاناتی هستن، این وقت رو گذاشتید، این غنیمته، واقعا باید غنیمت دونست. چرا؟ به خاطر اینکه مردم باید رهبران واقعی خودشون رو بفهمن. به نظر من رهبران واقعی این میهن، دلسوزان این میهن، کسانی هستن که دل به خطر میسپارن یا در زندان ها هستن. خانم نسرین ستوده، آقای عبدالفتاح سلطانی، اینا هستن که واقعا مردم باید بدونن که رهبران واقعیشون کسانی هستن که از جون خودشون، از وقت خودشون، از خانواده خودشون مایه میذارن، از همه چیز خودشون مایه میذارن برای آزادی این وطن، نه کسانی که در برج عاج عافیت جویی نشستن و از دور نسخه میپیچن برای مردم ایران. من تشکر میکنم از آقای سوربی عزیز. خواهش میکنم، ممنونم و بازم امیدوارم که در آینده شما رو داشته باشیم. پیشاپیش رسیدن این ایام و سال نو رو بهتون تبریک میگم و امیدوارم روزهای بهتری در انتظارتون باشه. از وضعیت جسمانی و سلامتی بگید، گفتید دوبار عمل قلب داشتید، الان همه چی اوکیه؟ تا حدودی خوبه الحمدلله، خدا رو شکر. الان یه مقدار عمل قلب رو انجام دادم، با موفقیت بوده. دو تا چشمم یه مقدار مشکل دید داشته که انجام شده و الانم 10 ژانویه باز یه عمل دیگه روی بازوی سمت چپم دارم که تمام تحلیل مانیکه دارم که باید عمل انجام بشه. باز خوبه، منم تشکر میکنم، امیدوارم که سال خوب، سال جدید، سال خوبی براتون باشه، پر از خیر و برکت. خیلی ممنون، خوشحال شدم صداتون شنیدم. مواظب خودتون باشه. خدا نگهدار. خدا نگهدار. دوستان عزیز، با آقای صبری حسنپور بودیم از هلند. ایشون رو روی فیسبوک بهترین وسیله است که میتونید ببینید و باهاشون صحبت کنید، در تماس باشید. اینجا من صفحه ایشون رو نشون میدم. وقتی اسم ایشون رو مینویسید ممکنه چند تا صبری حسنپور ببینید. یکیش همین دلیل زندان رفتن ایشون و دستگیر شدنشون بود که یه دفعه چند تا وبسایت مختلف آمد بیرون و من یکی از کارهام حقیقتاً صبح تا صبح این بود که سر می زدم و به اونایی که می آمدن اونجا و چیزایی می نوشتن من می گفتم این کار را نکنید، شما باعث می شید که اون کسی که تو ایران این بنده خدا رو گرفته به اصطلاح بگه بفرما. ببین الان دیدید ایشون می گفت که من گفتم آقا این به اصطلاح کنگره ملی ایرانیان یک چیز یک نفره‌ای بوده، من هم ایرانیم هم احساس ملی بودن میکنم، اینو راه انداختم و هیچ کس دیگه نبوده که اون جرم تجمع یا تبانی بر علیه حکومت و اینها باشه. ولی اونایی که میومدن اونجا من میرفتم تو قسمت خصوصی بهشون مینوشتم دوست عزیز این کاری که شما میکنید مثل اینه که این بنده خدا که تو زندانه شما یه شلاق برداشتی، شلاقه رو میدی دست آخوند، میگی با این شلاق بزنش، با شلاقای غریبه نزن، با شلاق من بزن. بعضی هاشون گوش میدادن، تشکر میکردن، بعضی هاشون هم فوش میدادن. خیلی خوشحالیم که آقای حسنپور آزاد شده، آمده و با خانوادهش هست. امیدواریم که این مشکلات به اصطلاح جراحی قلب و اینا هم به خوبی و خوشی طی بشه و حرفایی که میزنه همون چیزایی که ما میگفتیم. شما از دور اصلا داریم ضرب المثل داریم میگه نمیتونی شما بیرون از گود بشینی هی بگی لنگش کن، ولی میبینی تماشاچی نشسته تو خونهش آبجوش و تخمه و پسته و پفک هم گذاشته، ولی بازیکن مثلا منچستر توی انگلستان رو تشویق میکنه، داد میزنه بزن بزن بزن، بعد تازه وقتی اونا برنده میشن این فکر میکنه اون این کار کرده. همینی که اینجا تا یه حرکتی میشه مجاهد میگه اینها با ما بودن، رضا پهلوی میگه با ما بودن، آقای شارمر میگه با ما بودن، اون عقب افتاده ریستارت میگه با ما بودن و وضعیت این شده که کارگرایی که میان بیرون
وقتی تظاهرات میکنن آرزوشون اینه که من و شما نگیم این با ماست، چون اگر بگیم با ماست یه جواز دادیم دست آخونده که آقا این با این تلویزیون ضد مردم. میگم آقا من اینجا گرفتارم، این بنده خدا آقای حسن پور قشنگ میگه، میگه بهشون گفتم آقا اونا میگن چرا رفتید، شما میگید چرا آمدید، یکی به من بگی من گناهم چیه. اینجا به ما میگن شما مزدور آخونده هستید، آخونده هم هی چرف و راست هر از مدتی میندازه که تلویزیون مردم ضد انقلاب. میگم آقا یه نفر یه کاغذ بده ما بگی ما چه کاره هستیم، کجای کار وایسادیم. اوضاع خیلی خرابه، دلیلش یه سری همین سوشال مدیا هست. شما نگاه کن ببین چند تا انجمن پادشاهی میبینید. آقا اگه پادشاه، یا شما پادشاه قاجار رو قبول داری یا پادشاهی پهلوی رو، پس باید دوتا باشه دیگه. چرا 20,000 تا هست، هر کدومش هم یه نفر، بعضی وقتا چند تاش یه نفرن. چند تا از این انجمن ها، اشتباه نکنید فکر کنید چند نفر توی انجمن ها، چند تا از این انجمن های پادشاهی همش مال یه نفره، میاد اینجا مینویسه میاد اونجا. این آقای نیک جعفرزاده اینا رو دیدم واقعا آدم خجالت میکشه. تو آلمان این میدان فیروزه‌ای را میلیونی کنیم، رفتن یه مشتی پرچم هم خریدن، تعداد پرچم ها از آدم ها زیادتره، به همین دلیل یکی رو کیفشه، یکی دستشه، یکی این، هی اینجوری جور تکون میدن. مثلا 100 نفر نیستن تو آلمان، تو آلمانی که شما اگه بگی ما یه پاکت آب سیب بیشتر میدیم 200 نفر تو صف وای میسن. اینا نتونستن 100 نفر رو با این سوشال مدیا و با این همه وسائلی که دارن بیارن برای جنبش فیروزه ای. اینا فکر میکنن وقتا، ببخشید شعار چیز میگم، ما میگیم شاه نمیخوام نخست وزیر عوض میشه، یا یه شعار یه ضرب المثل دیگه بود میگفتن خر همون خر پالونش عوض شده. اینا هم جنبش سبز، جنبش بنفش، جنبش فیروزه‌ای، فکر میکنن مثلا خب حالا رنگا رو بگیم شاید یه رنگی مورد پسند مردم شد آمد بیرون. نمیدونن خود اینا هم یه فلسفه‌ای داره، یه حساب کتابی داره. برید نگاه کنید این ویدیوی آقای چیز، بله فکر کنم نیک جعفرزاده است، یادم میره. بزرگترین افتخارش اینه که بغل این آقای، بغل فرع دیبا این خانم سیگاری عکس گرفته. بعد برید ببینید تو آلمان ویدیو گذاشتن، آهنگ بندری و اینا گذاشتن، دارن میرقصن. شما خودتو بذار جای اون آلمانی که میاد اونجا رد میشه، میگه خب اینا لابد مال یه جایی هستن، امروز جشن ملیشون هست، و به چه مناسبت اومدن براندازی حکومت ایران. و اما میگه که آقای فرزاد همشهری نون آلو میگه سوربی جان با درود، این رژیم هم مانند پدر تاجدارش حاج محمد رضا کارش قلقم کردن رهبران است، تا به آنجا که جز فرزند خلفشان رضا پهلوی آلترناتیو دیگری موجود نباشد. به همین دلیل است که باید رهبری را به منشوری مردمی سپرد و نه به یک قهرمان. چرخ گردونی است که زنجیر پای ما ایرانی ها شده. قربونت برم فرزاد عزیز، کاکای گلم، ما دنبال یکیش میگردیم گیر نمیاد. حالا شما میگی ما میخوایم شورای رهبری را بندازیم، این که خیلی کارمون مشکل تر شد. شما حالا همین عقب افتاده ببین میره این مردک اینجا، همون روز جمعه که ما برنامه داشتیم رفته توی انستیتوی نشسته، اون آقای مهدی خلج باهاش صحبت میکنه. برید 1 ساعت 16 دقیقه نگاه کنید ببینید چی میگه. به قول آقای صبری حسن پور همش چیزای تکراری، تکرار مکررات. بعد تازه میگه این بی بی سی و وایس آف امریکا و مدیای دیگر رو باید خاموش کنیم، یعنی هنوز نرفته ایران، میگه ما باید سانسور کنیم. بعد میگه باید این آقازاد مازاد اینا رو که پولای دزدی مردم ایران آوردن، پولا رو بگیریم بدیم به مخالفین. یکی بهش میگه آخه قرمساق، خودت اگه یکی بیاد باید بگه پولای دزدی تو و بابات و خانوادت رو بگیریم بدین به مخالفین، چی میگی؟ البته یادتون باشه اول انقلاب جمهوری اسلامی حسابی رفت دنبال اینها و اونا پول مردم ایران رو تلف کردن، اینا هم پولای دزدی شده مردم ایران رو تلف کردن، وکیل و مکیل و اینا که اون پولا رو پس ندن، بالاخره پولا رو پس ندادن.
ولی یه شخص خسیسی مثل فرح دیبا، یه آدم بچه گدایی مثل این رضا پلوی که میره رستوران پول نهار شامشو به زور میده، بعدم اگه میده تازه تیپ و انعام نمیده، این همون که باید پول وکیل و اینام میداد خودش خیلی بود. البته اینا دست گدایی دارن، فوری از نمیدونم اون موقع شاه حسن بود مال مراکش، از سعودی، از این ور اون ور مصاحبه های من. حالا یه وقتی ممکنه برم به این داور بگم آقا این فیلم ها رو آزاد کن از حبس، بذار مصاحبه های من و آقای انصاری، مصاحبه های من و آقای علی شهبازی بیاد، که شهبازی به این گفته که بچه بابات نیستی اگر پول از عربستان سعودی بگیرید، و guess what، پول از عربستان سعودی هم گرفت. و اما آقای خوشنودی میگه از صحبت های آقای حسن پور معلوم شد کل این مبارزان و جنبش های یک نفری و زیر تنبونی اصلا برای رژیم اهمیت نداره. چرا؟ اهمیت هم داره، ولی ببین اهمیتش، آخه اونا هم نگاه میکنن شما، من نمیدونم مثلا اگه بخوای با دو نفر دعوا کنی مثلا لباس نوت نمیپوشی، لباس کهنه تری تو میپوشی، چون میگی شاید یکیشو زدم دومین پیرنم پاره کرد. اینا هم همینجوره، اون آخوندم نگاه میکنه ببینه طرفش کیه چیه. مثلا در رابطه با همین دستگیری آقای صبری حسن پور، من فکر میکنم اینم تو همون کاتگوری شکایتایی که یا خودیا یا دوستا یا یه جایی یه دفعه یه صحبت شده بوده، طرف میگه این همونه، پس برم من خودشیرینی کنم لو بدم و اینها. در هر صورت من خودم هم سال 2005 وقتی رفتم ایران همش گفتم من کاری نکردم، خود اینام دارن داد میزنن. سال 2004 هاشمی رفسنجانی میگه اگه کسی آدم نکشته باشه، دستش به خون کسی آغشته نباشه، شکایت شخصی نداشته باشه، ما کاریش نداریم. من گفتم من نه شکایت شخصی، من با طلبکار اونا باشم. شما و نادانیتون برادر سرباز من رو که نه پاسدار بوده نه تو اون یکی دیگه چی میگن جبه، نه اون یکی بگید کمیته یا اینا بودن نمیدونم، بابا پسر داداش من دیپلم بوده رفته سرباز ژاندارمری شده، بعد به خاطر که نماز نمیخونده یه احمقی گفته اینا چیز کنن فرستادن سنندج، اونجا هم کشته شده به دست مجاهدا، مجاهدا میگن نه ما نکشتیمش، پاسدارا کشتنش. میگم آخه پاسدارا سربازا رو میکشن، اونا میگن کردا کشتنش، مهم اینه که این بنده خدا کشته شد رفت. ما باید طلبکار از اینا باشیم، که من همیشه گفتم این رفسنجانی رو باید بیارن دادگاه محاکمه کنن، این حسین میرحسینی موسوی رو باید بیارن دادگاه محاکمه کنن، کروبی، هر کدوم از اینا، هر کدوم از اینا که پایه و اساس انقلاب بودن باید بیارن محاکمه شون کنن. حالا ما اینجوری میگیم، از اون ور طرف میگه شما ها که سال 57 انقلاب کردید، میگم آخه پوفیوز، من مأمور حکومت نظامی بودم تو شهر خودمون شیراز، آقای فرزاد میدونه دم بازار وکیل وایساده بودم بین این بازار و اون بازار، نصفی از اینایی که تظاهرات میکردن میمدن میشناسمشون، یا همسایه‌مونن یا همکلاسمونن یا بابای دوستمونن. بدترین شرایط رو من داشتم و تو دو تا تیپ، دو تا لشکر زرهی، حال با وجود که رشته من مخابرات بوده، شرکت کردم، به اصطلاح خدمت کردم. اون وقت تو پدر سوخته که نه ننت معلومه کیه، نه بابات معلومه کیه، که حتما مامانت که حامله بوده با یا بابات فرستادش گفته حالا کاری نداریم برو خودت حامله کن، اونجا یه بچه پاسپورت آمریکایی داشته باش. جوکر شنیدید؟ اون وقت تو به من میگی ما انقلاب کردیم، و خیلی جالبه انقلابی شده که الان همه میگن ما که نکردیم. بسیجی، بسیجی، خیلی ممنون، خیلی ممنون، هم فرزاد نوشته بسیجی، هم خانم جیلانی، ممنون از شما دوستان عزیز. و اما ساعت 3:30 میریم با آقای داریوش آرمانی صحبت کنیم درباره جبهه ملی و فعالیتایی که ایشون داره. ضمناً ایشون میگه منظورم منشوریش نوشته شده از خواسته های به حق مردم که همه را به دور آن جمع کنیم. ببین آقای فرزاد عزیز، من بهتون گفتم سالها پیش رفتم دنبال جبهه ملی، و سالها پیش یک خانمی آمد توی تلویزیون تماس گرفت و زنگ زد و اینها، بعد معلوم شد که ایشون زن دکتر مقدسی بوده، خانم مقدسی خانم مسنی بود، فوت شد رفت،
و به من گفت که وقتی شوهر من، همسر من فوت شده، این اساسنامه حزب یا ملت بود یا حزب مردم بود یا هم چیزی، اینو گفته این امانت دست تو بده به یه آدمی که سرش به تنش میارزه. ببین اون من بهش گفتم خانم حالا ما سرمون به تنمون میارزه، خیلی ممنون به ما اعتبار میدی، ولی من کار حزب و سیاسی و اینها انجام ندادم، بلد نیستم. و این هست، نوشته ها خوبه، اجراش اشکال داره. آقا قانون آمریکا خوبه، شما الان ببین مجریش کیه، این ترامپ دیوانه. خبر خوب، ترامپ از قبل از انتخابات، در حال انتخابات، در جریانات قسم خوردن، بعد از انتخابات، همه اینها روی میز تشریع و به زودی گندش از اینم بیشتر بالا میاد. الان حتی رفتن سراغ دخترش ایوانکا، 40 میلیون دلار از اون 107 میلیون دلاری که جمع کردن برای جشنا گم شده. جشنی که عکساش هست ببینید چقدر خالی بود و هیچ کس نرفت، ضمن اینکه این آمد و به دروغ گفت بیشترین جمعیت آمده که باعث شد اون به اصطلاح سخنگوی اولیش بره. و این که ایراد میگرفت از اوباما که در 3 سال تو 2 تا رئیس دفتر عوض کردی، این چه حکومتیه، تا امروز خودش 3 تا رئیس دفتر عوض کرده، رئیس دفتر سومی فعلا گفتن آقا فقط ما اسم تو بذاریم اینجا که آبرون حفظ بشه. و کسیه که این آقا خودش گفته که این ترامپ بدترین موجود روی کره زمینه. برید به اصطلاح کدشو بیارید، اینجا دیدید میگن نقل قول، اینجا میگن کد ان کد، برید بیارید که خودش اینو نوشته. با همه اینها اینو بهش گذاشتن به عنوان اکتیو، یعنی فعلا برای دوران این که تا یکی پیدا بشه. و کریسی این مرد چاق مال نیوجرسی که اونم فرماندار بود و یه فرماندار کرابت فاسد که پول از عمان این برمور گرفته بود، حتی اونم حاضر نشده بیاد. میدونید چرا هیچ که حاضر نیست بیاد و میدونید چرا همه دارن در میرن؟ اون زربان مسئله هست که میگه وقتی که آب کشتی سوراخ میشه و آب میاد تو کشتی، موشها اولین جانورانی هستن که میپرن تو آب، چون پایینن تو انبار قله هستن دیگه. تا آب میاد اینا در میرن، یکی یکی وزیرای ترامپ دارن در میرن. چرا؟ آب دموکرات ها داره میاد کشتی حکومت ترامپ رو پر کنه. و اما اون جوکره که براتون گفتم، بعضی از این دوستان زمان شاه زناشونو میفرستادن میگفتن حالا تو برو یه زورتو بزن یه بچه اونجا دنیا بیار، یه جوکی بود قدیما میگفتن که طرف خواست بره ایتالیا، بعد با دوستاش بود، خانما مثلا خواستن بره یا از طرف مثلا دانشگاه هرچی، شوهرش بهش گفت که به شوهرش گفت چیزی میخوای از ایتالیا برات بیارم؟ گفت برام یه دختر بیار. بعد وقتی برگشت تو مهمونی بود و مهمونی بینا، آقای خواست خودشو لوس کنه، به خانمش گفت که برام دختر آوردی؟ گفت والا اونجا سفارش دادی؟ گفتم و تونی برات درست کرده، ولی هنوز نمیدونم دختر یا پسره. بعضی وقتا مواظب باشید چی میگید خانم ها، اگه پاش برسه خیلی از من و شما جوک و اینها بهتر میگن. خب ساعت 2:24 هست، اجازه بدید من فیسبوک یک نگاهی کنم، تشکر کنم از دوستانی که اینجا هستن. بیشتر ممنونتون میشم اگر برنامه های ما رو با دوستانتون هم شیر کنید. خدا رو چه دیدی، تازه شاید این شیر کردن دلیلی بشه که اونها هم بیان یا به شما حمله کنن یا اونایی که با شما هم عقیده هستن به شما بپیوندن و این دیوان خونه رو یا همون حزب خران خودمون رو کامل و کاملتر کنیم. خب بازم ممنونم از آقای خسرو بهرامی. و آقای بهرامی، من از این به بعد دیگه هیچ پیامی از شما نمیارم تو تلویزیون پخش کنم، قول میدم، مگر اینکه شما شروع کنی بگی من میخوام هفتهی مثلا 2 تا پیام بفرستم، اون وقت صحبت کنی، عکستم میذارم، پیامتم پخش میکنم. در حین پیام پخش کردن من اصلا حرف نمیزنم، ولی بعد نظر خودم رو به عنوان یه بیننده یا شنونده میگم. یکم با آقای صبری حسن‌پور تماس بگیر، ببین تو ایران چی میگذره. اونجوری که شما فکر میکنی نیست. به این دوبار مریم نمیدونم صد شوهر و
اون رضا پهلوی برنامه این بر اون بر گذاشتن نیست. این رضا پهلوی که آبرو خودش برد، این خانم باربرا اسلوین، من باش دو بار مصاحبه داشتم، برید ببینید چی نوشته، شاید حالا براتون پیداش کنم بهتون نشون بدم. یک لحظه، کانادا مصمم به لغو یک قرارداد مهم تحصیلاتی با عربستان، ایران یونیورسیتی، این مال یه دانشگاهی بوده که یه استاد پنسیلوانیایی اونجا بوده، بدین علت کهن‌ترین امپراتوری جهان یعنی عمان هنوز بر سر کارز، اهانت به ما، آزادی رقصن در اماکن عمومی. میخواستم چی براتون پیدا کنم؟ اظهارات جدید آقای رضا پهلوی در جلسه گردهمایی در هفته پیش. من یه مقاله ای از آقای آریان پور هم از وبلاگشون قرار بخونم راجع به یه نوشته‌های دکتری صحبت کردن، به پتی گفتم این موضوع رو توی برنامه‌ای میاریم بازش میکنیم احیانا چهارشنبه، چون وقتی یه چیزی رو میخونیم باید تا آخرش بخونیم بعد یادداشت برداریم که بتونیم دربارهش صحبت کنیم. و اما آقای سعید خان نوشته که نتیجه اظهارات جدید آقای رضا پهلوی در جلسه گردهمایی در هفته پیش، یک، با تحریم ایران موافق است فقط در صورتی که تحریم به مردم عادی صدمه نزند و شامل دولت و دولت مردان باشد. اینو که آقای سهراب چمنارا سالها داره میگه، تحریم هوشمند، آقازاده ها، بچه آقازاده ها، ماشین های لامبورگینی، ولی ماشین پرایدی که بدبخت باید بره مسافر کشی کنه، تاکسی که بره کار کنه، یا وسایل هواپیما قطعاتش و اینا رو نباید چیز کنی. ولی آقای رضا پهلوی، شما منظورت از تحریم هوشمند چیه؟ برنامه چیه؟ هیچی نداره. آقای حسنپور قشنگ و خالی خالی. دو، سرمایه خارجی سران دولت در بیرون از ایران مسدود شود و این سرمایه ها را به مخالفین رژیم برای مبارزه بدهند. آخه شما ببین این چقدر کودکانه حرف میزنه. بگو خودتو، باباتو، دوستاتو، این ورور دوزا، توفانیان، تیمسا توفانیان اینا، آیا اومدید به اسم خودتون رفتین حساب باز کردین؟ یا شرکت هایی باز میکنین به اینا میگن شل کمپانی، سرپوش میذارن روی شرکت ها و شما نمیفهمی که این شرکت مال سوربیه یا مال رضا پهلوی یا مال تیمسار طوفانیان. ولی یه نفر که ناقص الخلقه باشه مثل اینه دیگه، اینجوری حرف میزنه. دو، سه، نوشته که این هم تا به حال در تاریخ سابقه نداشته که یک حکومتی بیاد پول یه حکومت دیگه ای رو بگیره بده به مخالفینش بگه شما برید به اینا بجنگید. هر دولتی که پول را مسدود کند در اختیار مخالفین بذاره، مخالفین را خریده. بله، مثل چلبی که مثلا پولای عراق گرفتن دادن دستش، خود چلبی هم تازه به اینا کلک زد. بله، رسانه‌های خارجی، صدای آمریکا، بی بی سی از مصاحبه با میان روهای رژیم و اصلاح طلبان بپریزن. اینا چیزایی که رضا پهلوی گفته ها، برید مصاحبهش نگاه کنید. حتی اون آقای کی بوده، سید، گفته من 1 ساعت و 16 دقیقه وقتم رو تلف کردم و دیدم که این چقدر نادانه. تمام رسانه‌های خارج آنها را نظر دادن و اظهار عقیده آنها جلوگیری کند. این بابا هنوز نرفته تو ایران، میخواد حتی رسانه‌های خارج رو به اصطلاح محدود کنه و سانسور کنه. که این حرف ایشان صدای خیلی خبرنگار خارج هم در آورد، همه معترض شدن که این چه دموکراسی است که نیامده سانسور تحمیل میکنه. حتی چند خبرنگار دستمال به دست طرفدار ایشان هم به این فرمایش اعتراض کردند. ساعت 3:29 است، اجازه بدید بریم. این دوست ما آقای آرمانی گاهی وقتی روسیه است، گاهی وقتی اروپا است، حالا ببینیم که کجای دنیا ما میتونیم ایشون رو پیدا کنیم تا باهاشون چند دقیقه صحبت داشته باشیم. و اما این کاش که بهشون هم گفتونم با فیسبوک، فیسبوک دوستان اون روز یه نوشته عطاالله مهاجرانی، صبری حسنپور، باریکلا، بله، آقای عطاالله مهاجرانی گفته که من 1 ساعت و 16 دقیقه رفتم و وقتم رو تلف کردم. خیلی های دیگه هم گفتن که این رضا پهلوی شخص نادانیه و حرفاش تکرار مکررات هست و هیچ چیز جدیدی نداره. کی بود میگفت که باید یه رضا شاهی باشه، گاندی باشه، به غیر از آقای حسنپور که گفت، قبلا هم یه جای دیگه من اینو شنیدم. فعلا اینها همه
کم بوده، باید بگردید و شاید پیدا کنید. ببینم من با این دوستمون تماس بگیرم. اینجا 3:31 صدای اسکایپ رو هم. بله، آقای انصاری میگفت شاه مقادیر هنگفتی از پولها را که سهام هستن به صورت اوراق بینام، همین جور نمیشه فهمید برای کیست یا اصلا چه میزان بوده. بله، اتفاقا آقای انصاری هم گفت یک چیز باید باشه، یک بگید یک مصدقی، یک گاندی و یه ویدیوی جدیدی پر کرده، مصاحبه جمعی از دانشجویان با احمدعلی مسعود انصاری در ارتباط با رضا پهلوی و فرشگرد. آقای داریوش آرمانی میگه نیست آنلاین، قرار بود که اینجا باشن. ویدیوی جدید آقای انصاری رو روی مردم تیوی صفحه فیسبوک میتونید ببینید، روی یوتیوب میتونید ببینید، توی بایگانی ویدیوهای ما هست، روی بالاترین هست، روی آپارات هست، روی خدای دیگه چی داریم، توییتر هست. یعنی همون که بهتون گفتم این روزا دیگه انقدر چیزا زیاد شده، گاهی وقتا وقتی به دوستاتون میگین مثلا من فلان جا هستم، بعد یادتون میره به کی گفتید کجا هستی، اینم یک مشکلی شده. و ما پیام آقای بهرامی از نیویورک پخش شد، کانون آوا ماجرای نیمروز. امروز دوستان در کانون آوا به خاطر همون سمیناری که داشتن توی پارلمان و برنامه عکس ها و اینها بوده، هنوز خب کار داره، رفتن آمدن آماده کردن، یه فیلمی رو فرستاده بودن به نام ماجرای نیمروز که ماجرای انتخابات بعد از 1358 هست، ماجرای بنی سعد، مجاهدین و اینها، و اونو ما نشون دادیم. روی فیسبوک ایراد نگرفت، ولی یوتیوب برای من یک پیامی فرستاد که این فیلمی که داری نشون میدی کاپی رایت داره و متوقفش کرد. البته روی فیسبوک هست، میتونید ببینید. ضمناً از امروز تا هفته آینده هم روی مردمتیوی.com پخش میشه. و اما اون روز من پرسیدم، گفتم این CPU که میگن چیه، یادم رفته کامپیوتر سامتینگ، من فکر کردم کامپیوتر پروسسینگ. دوستمون نوشته بود سنترال پروسسینگ یونیت، چون بعضی ها اون تاورم که میگفتن بعد میگفتن توی این CPU هست. بالاخره ما از شما یاد میگیریم. ویدیوی رو آقای فضائل عزیزان با کیفیت خیلی بد، آقای عزیزان این ویدیو چیه تو رو خدا، یه پرچه سبز گذاشتی پشت پرده سبز گذاشتی، همون دیوار معمولی بذاری بهتره، و قبلا ویدیوهای بهتری درست میکردی. اون آقای شارمهرم که بیچاره نمیدونم مرض گرفته، اینجوری میکنه، بعدم چی میگه؟ میگه ما نشستیم اینجا دستور دادیم که دولت ایران رو از بین ببرن. خب مردک، تو وقتی یه دستور اینجوری میدی، اونا هم از اونجا میتونن از طریق همون اینترپول پلیس و اینا بگن اینو مسترد کنید، بگید بیاد اینجا. مثل این اردوغان که این مرده رو توی پنسیلوانیا میگفت باید بدید و آمریکا گفت آقا این میگه من کاری نکردم، ولی شما اینقدر احمقید که میگید ما کردیم. هر کی هم یه جایی ماشینش هم پنچر میشه از جاده میفته بیرون، شما میگید جنبش فلان مجاهدین بوده یا شاهنشاهی بوده، اون وقت اونا یقتونو میگیرن، یکی یکی اینا به پاتون حساب نوشته میشه، و کی باشه یقتونو بگیره؟ اون موقع است که میفهمید چه خبره. مصاحبه جمعی از دانشجویان با احمدعلی، اینو گفتم. و دیگه براتون چی گذاشتم؟ ایران مشنگ. تا موقعی که این آقای آرمانی پیدا بشه و به ما زنگ بزنه ببینم که بله، اینو سیاوش عرب، من نمیدونم الکی داره به من زنگ میزنه، ببخشید بذارید اینو قطع کنم. سیاوش عرب کیه؟ نمیدونم، یه دوستی به نام سیاوش عرب داره زنگ میزنه. اینم یکی از مشکلات اسکایپه که ما وقتی روشن میکنیم منتظر یه نفر هستیم، افراد دیگه تماس میگیرن و ما نمیدونیم چه باید کرد. شاید این مشکل ساعت هست که من با این دوستمون گفتم ساعت 3:30 به وقت اروپا میشه 21:30، درست میگم الان؟ بله، چون آقای صبری حسنپور 3:30 6 ساعت هم اضافه کنیم میشه 9:30، 9:30 هم به ساعت آرمی یا به ساعت ایران یا به ساعت رادیو میشه 21:30. حالا یه وقت دیگه پیدا میکنیم با ایشون صحبت کنیم بریم
نوشته ها رو براتون بذاریم. نیست آقا، دو بار تماس گرفتم شما نیستی و میذاریم چهارشنبه، چون ایشون هم اول میخواستم باشون جمعه برنامه داشته باشم، گفت کار دارم دوشنبه و حالا هم که متاسفانه نشد. یه ویدیویی هست هفته پیش یا دو هفته پیش روی اینترنت بود و هی دوستان میپرسیدن و اینها، تا رسید به یه دوستی که دکتر هست از فلوریدا، با من تماس گرفت گفت سوربی این چی میگه، حقیقت داره؟ بذارید من برای شما اینو نشون بدم و وقت شما ببینید حقیقت داره یا نه. قبل از اینکه این فیلمو نگاه کنید دقت کنید به قیافه این شخص، دقت کنید به اینکه اصلا نمیفهمه داره چی میگه، یعنی منگه، مشنگه، دوای چیزی استفاده کرده. بعد ببینید، یه نفر به من گفت این کسیه که سردبیر آمد نیوز بوده، با روح الله زم کار میکنه. من نمیشناسم اینا رو، چون نمیشناسم نمیتونم 100% بگم درسته یا نه. و اینم از حسام یاد گرفتیم، باید اول وریفای کنیم، وریفای کردن یعنی تایید بشه تا بعد چیز کنیم. نگاه کنید به قیافه این آدم، بعد طرز صحبت کردنش و ببینید چی میگه. اون وقت شما بعد از این که شنیدید برای ما تو فیسبوک بنویسید ببینیم که میشه به حرفای افرادی مثل این آقا اطمینان کرد یا فقط تلف کردن وقت. من سیاسی به هیچ عنوان، چون درد سر داره میدونی، من حالا فقط فازو بردم رو اقتصادی. خوش بکنیم، چون یه سری اطلاعات درونی هم دارم، اگه بخوام تو مصاحبه بگم اول از همه به ضرر خودم میشه، بعد به ضرر شما. بذار بهت هم بگم پشت قضیه چه خبره. من داستان رو بهت میگم، هر کی خواسته مصاحبه کنی مصاحبه بکن، ولی برو اینا رو ازش بپرس و اینا. بهت سوژه میدم، اطلاعات هم میدم، ولی من خودم نمیام، چون تو خیلی خطرناکتر از اون چیزی که تو بتونی فکر، اصلا از این در فکرت بگنجه. هر شب من با یکی از مشاورین پارلمان آلمان، بوندستاگ، ایرانیه، صحبت میکردم. دیشب. این آقا میگفتش که سه روزه تو مجلس آلمان دعواست، یعنی در حد اینه که اینه فقط چجوری بگم، فرهنگ اروپای خود بهتر میدونی، مثلا به هم از رو صندلی بلند شن و رو صندلی بکوبن و اینا، نه تو خود مجلس ها، تو کمیسیون ها. ترامپ اولتیماتوم داده، خب گفته من اینا رو میخوام جمع کنم. دوستان خدا وکیلی هرچی میخوام قطعش نکنم نمیشه، باید قطعش کنم. من این وسط یه چیزی بگم، میگه پریشب با مشاورین آلمانی بودم که البته آلمانی نیست، فارسی، مشاور آلمانی ها. بعد میگه نه، شادم دیشب بوده. این طرف انقدر خماره، انقدر نشه است، نمیدونه دیشب بوده، پریشب بوده. بعد میگه سه روز پیش در مجلس آلمان. بعد میگه مجلس آلمان نه، این کمیسیونی های این اتاق اون اتاقش بوده. حالا ببینید چه خبرایی میگه ترامپ، گوش بده. اوکی، سو فرانسه و آلمان میگن نه، آخوندا نباید برن. خب این دیتا رو داشته باش. بعد سپاه پاسداران، اینا دخ آخوندا نباید برن. ترامپ گفته که من اینا رو میزنم، دخلشون رو میارم، چه با شما چه بدونشون. بعد سپاه پاسداران هم بهش پیغام پسخوان دادن، گفته که جمهوری اسلامی میخواهد برود برود آخوندا، اما سپاه باید بماند. بعد با رضا پهلوی صحبت کردم. خب رضا پهلوی گفته که باشه، من کمکتون میکنم که بمونین، ساختار نباشه، اما من به صورت موقت میگم. اینی که من دارم میگم اطلاعات از مجلس. کی با رضا پهلوی صحبت کرده؟ آخوندا با رضا پهلوی صحبت کردن. بعد رضا پهلوی گفته من کمکتون میکنم که شما بمونید، از هم پاشیده نشید. به دوستم گفتم تو خود دکتری، نگاه قیافه این طرف بکن. کسی که تو اروپا نشسته یه مسواک به دندوناش نمیزنه. بعد من نمیدونم این چی کشیده که اینجوری بالاست. ترامپ گفت میزنم میکشم، انگار مسای آخر شب عربده میکشیدن آی نفس کش. بعد اونا گفتن نه آقا بشین حالا، نه این کارو نکن. بعد اون یکی به سپاه گفته، سپاه بر. انگار داستانای بود که بعضیا سواد نداشتن، کتاب میگرفتن دستشون، مثلا برای نوهشون میخواستن کتاب بخونه.
بعد از رو عکس میخواست یه چیزی تعریف کنه، اصلا با داستانه زمین تا آسمون فرق میکنه. شما نگاه کنید این تحلیلگره. بعد تازه میگه من احساس خطر میکنم، من نمیام تو کار سیاسی، من فقط اقتصادی حرف میزنم، شما برو این ور اون ور بگو، من از این پشت هواتو دارم. حالا اون یکی دیگه زبل این رو از اسکایپ ضبط کرده، همه جام پخش کرده. پس جنبش مشنگ به رهبری آقای مالاخولیان، حالا ارمنی ها یقمون میگیرم میگن آقا این مالاخولیان اینجوری که میگی مثل فامه. بله، میگه آذردخت ایرانی بیچاره ایران که هر دری گوری و دیوانه‌ای شده اپوزیسیون و سیاسی. فرزادم میگه که فرش گرد یعنی فرش، بعدم اون یعنی تازه و نوین، یعنی میگه رتبه نوین پالتیکی تازه برای جایگزینی یک رژیم خودفروش به خودفروشی دیگر. انگلیس و آمریکا در صدد آژاکسی جدید. اونایی که نمیدونن ماجرای آژاکس برمیگرده به 28 مرداد، اون عملیاتی که CIA انجام داده و اون فکر کنم آیزنهاور، نه آیزنهاور رئیس جمهور، را بچه داداشش یک کسی بوده، فقط فامیلش اون بوده، اون رفته پول داده و اینها، این ماجرای آژاکسه. بازم اینو براتون بذارم، میخواین بخندین هنوزم؟ بفرمایید. آلمان اومده بیرون ها، خب بعد به شرطی که یه لایه ای از سپاهی ها برن کنار، خب که خیلی داغونن و اینا، بعد چیز میکنیم ما یه انتخاباتی حالا برگزار میکنیم نمیکنیم، ولی کمک میکنم که صدقل شیرازه مملکت نپاشی. آمریکایی از اونور به رضا پهلوی فشار آوردن که برو با مجاهدین بساز، اینم گفته بیلاخ من نمیسازم. بعد از اون برم مجاهدین و تجزیه طلبان، مجاهدین دیروز تو پاریس، تجزیه طلبان دوباره همین دیروز پیروز تو امریکا وارد مذاکره شدن. عربستان و اسرائیل از مجاهدین و این ارازل اوباش پیروی میکنن، این رفیقای کاوه آهنگری. بعد خدمت شما عرض بکنم که اوضاع به شدت شیر تو شیر. بعد اوضاع اینجوریه، اوضاع اینجوریه، این تیکه شلوغ پلوغی هارم که تو میبینی، اون تیکه روحت شاد رضا شاه و بعد یه مثلا میشکنن بعد یه قیب میشن و اینا کار سپاهه. خب آره، البته بگم ببین اعتراض بازاری ها واقعیه، خب آره. اما تو این وسط سپاه هم دنبال داستان خودشه، یا روحانیو بزنه یا کل نظام رو اصلا بزنه، داستان اینه. این که بعد میگم نمیام چون اصلا خیلی شیر تو شیره، چون مثلا رضا پهلوی الان جلو مجاهدین وایستده، جلو تجزیه طلبا وایستده، خب بعد رسما اعلام کرده که چی، سپاهی ها اونایی که سالم هستن به مردم بپیوندن، یعنی داره پیغام میده دیگه، بستن اینا پشت پرده بخوام، یعنی هیچ بعید نیست، هیچ بعید نیست تو شب بخوابی صبح بلند شی ببینی مثلا خامنه ای و روحانی و جنتی اینا رو گرفتن یا گذاشتن سینه دیوار. جدی میگم ها، الان یکم این چیزا پذیرفتنش سخته، ولی الان کار به اینجا رسیده. خب خدمت شما عرض کنم، یا اینا رو چیز کردم، یکی از این سردارا با پرچم شیر و خورشید بیاد بشینه جلو تلویزیون، خب با پرچم شیر و خورشید بیاد بشینه جلو تلویزیون، بعد اعلام حمایت بکنه، رئیس دولت هم آقای رضا پهلوی اعلام بکنه، مثل مصر هست که مبارک رو زدن کنار. آره اینجوریه، یعنی یکی از سناریو اینه، یکی از سناریو اینه، سناریوهای دیگه هم هست، یکی از سناریو اینه. اینو چون از داخل مجلس آلمان به من گفتن گفتم چرا جالبه، در واقع من اصلا ورود نمی‌کنم چون حوصله هزینه دادنشو ندارم، ولی چیزایی که به تو میگم اصلا به کسی بگی باور نمی‌کنم. دقیقاً همین اطلاعاتو فقط به رفیقا میدم، به کس دیگه نمیدم واقعیتش، چون خلوچل این اپوزیسیون. نه این قسمت عوضی گفتی، چون فقط به رفیقای خلوچلت میگی اونا باور میکنن. البته این هر کیه باور نگرده تو رو گذاشته سر کار. بعد این آخر داستان اینه دیگه، قصه ما به سر رسید، خاله سوسکه به خونش نرسید. آقای رضا پهلوی قراره بره ایران بشه رئیس دولت. آقا اونجا این داماد روحانی گویا شده معاون وزیر، چه بلایی به سرش آوردن، استعفاشو داد رفت.
این دوستمون میگه آقا تو رو خدا بذار پخش بشه، خنده داره. بعد آقای زمانیان میگه آقا بگذار باشه، این خیلی باحاله، دندوناشو باید سرویس کرد. البته این رو فراموش نکنیم که گذشته ها برای آنان در کشور غربی خودشان را سیاسی کردند، برای پول گرفتن از عربستان و پناهنده ها هم برای اقامت گرفتن سیاسی. این ماجرای سیاسی اصلا یه چیزی که چی میگن، یه به اصطلاح صحرای بزرگیه که شما نمیتونی همینجوری بگی من سیاسی هستم. خب سیاسی هستی یعنی چی؟ اصلا خود سیاست یعنی چی؟ درس سیاست کجا خوندی؟ کجا رو میخوای بری اجراش کنی؟ در صورت اینم این بنده خدا که اصلا معلوم میگم چی؟ روان پریشه. و اما یه دوستی روز شنبه من باشون صحبت کرد به نام حسام از نیوجرسی، کم کم منو سکسکم گرفت. حسام از نیوجرسی و حرف درستی زد. آقای سوربی، در برنامه دوشنبه هفته پیش آقای مینویی راجع به لاریجانیا و دیگران صحبت کرد و اینا، ما هیچ حرفی نداریم، همه دزدن، همه تو ایران دزدن و میدزدن و میبرن، ولی اینجوری هم بدون سند حرف زدن درست نیست. گفتم شما درست میگی، ولی شما به من بگو چجوری میشه وقتی یه مهمون داری برنامه میاد صحبت میکنه تا یه حرف میزنه بهش بگی سند بده، یا چجوری ما بریم دنبالش ببینیم این که گفته بی سنده، یعنی تایید نمیشه، اصلا درست نیست. در اصل این وظیفه شما بینندگان و شنوندگان هست که اگه یه نفر میگه بیرون آفتاب داره میسوزه، یکی میگه بیرون برف داره میاد، شما هستی یه نگاه میکنی یا در واز میکنی میری بیرون ببینی بارون، برف، آفتابه، اون وقت شما میگی کدومش درست میگه کدومش دروغ میگه. ممنونم از آقای حسام از همین نیوجرسی هم هست، امیدواریم ایشون هم بیاد و امروز نیوجرسی و نیویورک. آقا دست این آقای چیز رو بگیر، آقای خسرو بهرامی، با هم یه برنامه بذارید. دوستان شما هم میتونید هر چیزی که خودتون دوست دارید، برنامه‌ای که دیگه از این بدبخت مشنگ بدبختر و عقب افتادتر و ذلیلتر نیستیم، بیان بگید. دیشب نه، پریشب رفتم به آلمان، به کمیسیون نه، رفتم تو مجلس. اصلا نمیفهمه چی میگه، مجلس چیه، کمیسیون چیه، کدوم کمیته چی به چیه. بعد همه اینا میشینن با هم دیگه اینجوری حرف زدن. رضا پهلوی از در اومد تو، همه گفتن بفرما باش رئیس، گفت نه آقا من نمیشم وایسادم فعلا تو رو مجاهدین و لات و لوتا. اصلا شما نگاه کنید، آرزو نمی کنید ای کاش خمینی، سازگارا، قدزاده، بنی صدر، یزدی به این احمقی بودن؟ اگه به این احمقی بودن فکر نمی کنید هنوز تو عراق و فرانسه نشسته بودن؟ یا اگه مثل مجاهدین بودن نشسته بودن براتون آهنگ و نوار و ویدیو؟ مجاهدین یه نفر یه $30 براشون یه برنامه خریده، از این برنامه هست که شما میدونید عکس خودتو میدی بعد کاریکاتورتو درست میکنن، اون وقت شما میتونی حالا هر چی میخوای حرف بزنی، هر وقت حرف میزنیم اون دهنش باز بسته میشه، ویدیو درست میکنن بعد برای اینو اونم میفرستن. خیلی ها ندانسته ویدیو ها رو پخش میکنن، بعد تا بهشون میگه آقا این مجاهدینه، میگه خاک بر سرشون، اینا خائنن، اینا وطن فروشن. چرا اسم خودشو زیر ویدیو نمینویسه؟ آقای بیژنمه اسمتون رو بنویسید. مجاهدین میریم این سه پیک شادی، میریم این سه انجمنهای مختلف ایرانیان آمریکا. دوستان عزیز ساعت 3:49، 3:50 است، ما چند دقیقه هم برنامه این دوستمون میگه با این اراجیف در اروپا چه راحت پاسپورت و اقامت گرفته. من اصلا میگم این شخص رو نمیشناسم، ولی یه نفر گفت که این ویدیو زیر اون نوشته هاش نوشته بود که این اون مدیر یا سردبیر آمد نیوز بوده یا یکی از دوستان روح الله زمه. یعنی بالاخره شما باید یه سازمانی پیدا کنی که پایه و اساسش این باشه که مثلا ما افرادی رو میگیریم که مغزشون کامل نباشه، آزمایش میکنن، من شما احتمالا رد میشین، همچین کسا توش قبول میشن. حالا ما خیلی به مغز خودمون امیدوار نباشیم.
دوستان عزیز ممنونم، از آقای خسرو بهرامیان ممنونم، از پتیک عزیزم ممنونم. پتیک، اون مقاله رو که گفتی چهارشنبه میذاریم روی میز تشریح ببینیم چه خبره. ولی خبر خوب این که ترامپ و خانوادهش فعلا روی میز تشریح هستن تا ببینیم دموکرات ها که میان تو این ایام کریسمس و سال نو ترامپ زنگ زده بهشون با تشویق و ترغیب و تهدید خفشون میکنه، یا اینکه یه نیروی جدیدی میاد و این کثافت ماجرای این دو سال رو میشوره تمیز میکنه، دوباره آمریکا میشه همون آمریکا، همون great again، واقعا میشه اون موقع بگیم great again. روز روزگار بر شما خوش. شما میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید و با هزینه خیلی کم ولی مجانی، میگو بی عشق هرگز، مجانی برید سراغ معتاد پعتادایی مثل بهبهانی و اون دیوونهی مثل آریان وطنخواه و اینا. خلاصه آقای سوربی رفتنم به ایران دو فایده داشت. یکی جارمشن آقای صبری حسن‌پور، بازم ممنونم از ایشون که هنوز هم با ما هست، امیدوارم در هفته های آینده احتمالا سال 2019 با شما باشیم، حتی به صورت هفتگی برنامه داشته باشیم. خلاصه آقای صوبی، آقای حسن‌پور میگه رفتنم به ایران دو فایده داشت، یکی جامعه شناسی امروز ایران برایم روشن شد و دوم مرا مشهور نمود که به آن نیاز داشتم و اگر 1,000,000 ساب تلویزیون داشتم اینگونه معروف نمی شدم، تا جایی که وقتی مرا به بیمارستان اعزام نمودن کادر پزشکی بیمارستان مرا می شناختن. حرف زیاد است، بماند برای فرصتی دیگر. آمریکا میشه آمریکای اوباما. نه، آمریکای اوباما آمریکای خوبی نبود خانم جیلانی، اتفاقا به دلیل اینکه اوباما خیلی رفت از اونوری به این روز افتادیم. و یه چیزی هست میگه که نتیجه عرق‌خوری های بی حساب و کتاب اینه که حالا امروز بشینی در جمع اونایی که همه عرق خوردن و میبینید اون اوباما خیلی کارش خراب بود. بله، مرسی، ممنون. اینجوری که آقای حسن‌پور میگه مثل که ما باید دستپامون رو جمع کنیم یه سفر بریم ایران ما مشهور بشیم. ولی یه چیزی بهتون بگم، من همیشه از مشهور بودن میترسیدم ولی متاسفانه به این تلویزیون خوردیم و ای کاش آقای حسن‌پور یه سیستمی بود که میشد مشهور بودن رو هم از بین ببری، یعنی بالاخره بگی آقا من بودم یه سالی تو تلویزیون دیگه الان نیستم دیگه تا فراموش بشه، ولی میری بعد چند سال یه جایی میگه آهان تا همونی که تو فلان تلویزیون بودی. و اینم از این، من از اوباما متنفرم، من متنفر نیستم ازش، چون این با برنامه اومد و بالاخره برنامه دیدید، با وجودی که میگیم اوباما این ترامپ این، یادتون باشه اوباما و ترامپ شاخه های هستن از درخت حکومت آمریکا. درخت حکومت آمریکا بعضیا باور دارن که به وسیله 300 نفر کنترل میشه و فلان، نه اصلا دنیا. بعضیا باور دارن دیپ استیت پشت سرش دولت سایه و اینها. اینم اگه کسی در این ماجرا بخواد در این رابطه بخواد صحبت کنه ما خوشحال میشیم. ایران سل یه چیزی نشون میده که وقتی تلفنتون توی برق هست میگه استفاده نکنید، چون وقتی توی برق هست طرف میاد با فازمتر امتحان میکنه بدنتون نشون میده که فاز دارین. اونایی که تو کار برق هستن میدونن فازمتر امپ نداره و این حالا بهتره کلا چیزایی که تو چارجر استفاده نکنید. ولی بهتون یه چیزی بگم، مگنتیک فیلد الان همه جا وجود داره، یعنی شما همین که من نشستم این تلفن اینجاست، این نمیدونم گوشی بی سیم اینجاست، اون چی اینجاست، همه اینا دارن با هم هی جریان میفرستن، دارن فرکانس میفرستن و من و شما در این تشعشعات یا این اشعه های موجی و اینها قرار گرفتیم. چون اگه بخوای اینجوری بری یا اینجوری به ترسی مایکروویو باد بندازی دور، تمام دستگاه هایی که یکم از الکتریک میره به طرف الکترونیک و از جریان میره تو سیگنال و موج و اینا بندازی دور که اونم زندگی امکان نداره. ممنون و متشکر از یکایی که شما، به امید دیدارتون روز چهارشنبه ساعت 2 بعد از ظهر امروز یعنی حدود 50 دقیقه دیگه با آقای پرویز مینویی خواهیم بود از تگزاس
و ایشون هر هفته برنامه دارن در رادیو تلویزیون های مختلف، یک نشریه هم چاپ کردن، اونم میارم در ساعت 4:50 4:45 بهتون نشون میدم. مرسی که با ما بودید.